جز از کل نوشته استیو تولتس ترجمه پیمان خاکسار با صدای هلیا مقصودی قسمت پنجم فصل سه تمرکز بیشتر گزارش هایی که درست بعد از مرگ پدرم در روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی منتشر شدند بر اوایل تا عواست دهه نود بود. دورانی که بدترین تظاهرات جنونش را شامل می شود. نه تنها در این دوره سر و کله آنوک فرلانگ زنی که در فروپاشی روانی پدرم نقش بزرگی داشت پیدا شد بلکه این دوره پرحادثه شامل کلوب های شبانه، بیمارستان های روانی، جراحی پلاستیک، دستگیری ها و پنهان کردن خانهمان به وسیله پدرم هم میشد. تمام این اتفاقات اینگونه شروع شد. یک روز پدرم بیخبر زربهی مهلک به فلاکت پرسلح و صفای من زد. شغلی پیدا کرد. به خاطر من این کار را کرد و دائم همسرم منت می گذاشت. اگه فقط خودم بودم سازمان تامین اجتماعی رو تا جایی که میتونستم تونستم می دوشیدم. ولی پولی که میدن برای دو نفر کافی نیست. تو منو مجبور کردی کار کنم جسپر. هیچ وقت نمی بخشمت. باز هم این ادی بود که برایش کار پیدا کرد. یک سال بعد از بازگشت پدرم از پاریس ادی آمد دم خانه ما. پدرم جا خورد چون تمام زندگیش نتوانسته بود دوستی پایداری برقرار کند. خصوصا رفاقتی که چندین قاره ادامه پیدا کند. ادی درست بعد از ما پاریس را ترک کرده و بعد رفته بود تایلند و حالا برگشته بود سیدنی. حالا دوباره بعد از یازده سال برای پدرم کار پیدا کرده بود. خبر نداشتم شوخی جدید این دو آدم تیره و تار باز هم مثل قبل خطرناک است یا نه. راستش خیلی هم برایم مهم نبود. دوازده سالم بود و برای اولین بار در زندگیم پدرم خانه نبود. سنگینی حضورش ناگهان از روی زندگیم برداشته شده بود و راحت می توانستم غذایم را بخورم بدون اینکه بارها و بارها بشنوم چرا انسان بدترین بلایی است که بر سر انسانیت آمده بابا تمام وقت کار می کرد ولی ساعات طولانی دوریش نبود که باعث می شد احساس تنهایی کنم همیشه خدا تنها بودم یک چیزی این وسط می لنگید. البته اصلا غیر طبیعی نیست پدرها دائم کار کنند چون بیکن به خانه می آورند. و این هم حقیقتی این کار ناپذیر است که بیکن در اداره ها معادن زغال سنگ و خانه های در حال ساخت پنهان شده ولی در خانه ما محل نگهداری بیکن یک راز بود هر روز به این ماجرا فکر می کردم. ما کدام گوریست؟ ذهنم مشغول شده بود چون دوستانم در خانه زندگی می کردند و ما در آپارتمان. یخچال آنها همیشه پر از غذا بود و مال ما پر از فضا. پدرم هر روز صبح تا شب کار میکرد حتی در تعطیلات. ولی عملا به همان اندازه دوران بیکاریش پول داشتیم. یک سنت اضافه ندیدم. یک روز ازش پرسیدم پولا کجا میره؟ گفت کدوم پول؟ پولی که از کارت در میاری پس اندازش میکنم. برای چی؟ بعدن بهت میگم تا قافل گیر شی. من از قافل گیر شدن متنفرم. تو بچه تر از اونی که از قافل گیری متنفر باشی. خیلی خوب از قافل گیر شدن خوشم میاد ولی از دونستنم خوشم میاد. خب هم خدا و هم خورما که نمیشه اگه به هم بگی و بعد من فراموشش کنم میشه بهت حق انتخاب میدم یا میتونی قافلگیری رو داشته باشی یا اینکه میتونم بهت بگم دارم برای چی پول پس انداز میکنم خودت بگو سخت بود آخر سر تصمیم گرفتم منتظر بمانم وقتی منتظر بودم ادی از دهانش در رفت که بابا در کینگ کراس یک کلوپ شبانه به اسم فلشتاپ را مدیریت می کند. کلوپ شبانه؟ بابای من؟ چطور چنین چیزی ممکن است؟ بعد مدیر؟ بابای من؟ چطور ادی توانسته بود آشناهای مرموزش را متقاعد کند پدرم را برای چنین کاری استخدام کنند مسئولیت بابای من باید خودم میدیدم یک شب را هم را کچ کردم سمت کراس دو طرف خیابان رسما توالت عمومی بود از کنار توریست های مست انگلیسی و چند معتاد چشم شهلاو و یک نجات پرست کل تراشیده گذشتم. وقتی وارد بار شدم یک بدکاره زشت میان سال داشت داد و هوار می کرد. نگهبان آنجا یقم را گرفت و می خواست پرتم کند بیرون که گفتم آمدم پدرم را ببینم. راهم داد. اولین بار بود به چنین جایی می آمدم برای دیدار با یکی از اعضای خانوادم. با چیزی که در ذهن داشتم فرق می کرد. زنها زیر نورهای موزعی با بیمیلی و نفرت خودشان را تکان میدادند دیدنشان هیچ چیز هیجان انگیزی در خود نداشت. پدرم را دیدم که داشت پای تلفن داد میکشید. وقتی رفتم طرفش اخم کرد تا جلو هم را بگیرد. اینجا چی کار می کنی جسپر؟ دورو را نگاه می خوشت میاد؟ بهترش رو دیدم. مگه تو خواب؟ نه تو ویدو. خیلی خوب تو نمیتونی اینجا بمونی. سنت قانونی نیست پرسیدم تو واقعا اینجا چی کار میکنی؟ به هم نشان داد کارش ساده نبود باید بار را با آن همه زن مثل یک بار عادی اداره میکرد زنها را هم او انتخاب میکرد میامدند و او باید انتخابشان میکرد چقدر هم که در مورد رقص اطلاعات داشت همینطور درباره زنها چطور می توانست شب و روز این موجودات منعطف را تحمل کند نیروی حیات مثل یک سیب زمینی داغ است درست است که افکار ناپاک ممکن است باعث شوند بعد از مرگ تا ابد در آتش جهنم بسوزی. ولی چیزی که آدم را در همین دنیا سرخ و برشته می کند تبعیت نکردن از نیروهای حیاتی است. البته من همه چیز را نمیدانم. شاید به فانتزی های آنچنانیش پروبال میداد. شاید با تمام کارکنان آنجا سر و سر داشت. نمیتوانم تصویرش کنم ولی آخر کدام پسری میتواند پس با کار در این لانه گناه خرج خانوادهش یعنی من را در می آورد و پسنداز می کرد. ولی برای چه؟ برای اینکه که کنجکاویم را بتاراند دست بردی به حساب بانکیش زد و برایم یک هدیه کوچک خرید. چهار تا ماهی خیکی در یک آکواریوم کثیف عین ماهی قرمز بودند فقط سیاه. فقط سه روز زنده ماندند. ظاهرا به خاطر بیش از حد غذا خوردن تلف شدند. مثل اینکه زیادی بهشان غذا دادم. ظاهرا ماهی ها شکموهای وحشتناکی هستند و هیچ کنترلی بر خودشان ندارند و از پولک های قهوهی رنگ بیزرری که روی جعبهشان خیلی خلاقانه نوشته غذای ماهی آنقدر میخورند که بترکند. بابا در سوگواری هم برای ماهیها شرکت نکرد. سرش گرم کلوپش بود. به عنوان مردی که بخش اعظم زندگی کاریش را صرف کار نکردن کرده بود واقعا داشت از جان و دل مایه میگذاشت کاش فعمل آمد باید یک سال صبر کنم تا بالاخره بفهمم برای چه پسانداز میکند بعضی وقتها کنج کاوی دیوانم می کرد ولی من از آن دست آدم هایی هستم که اگر چیزی ارزش انتظار داشته باشد می توانم بی اندازه صبوری پیشه کنم ولی کاری که کرد ارزش انتظار نداشت واقعا نداشت سیزده سالم بود وقتی که یک روز پدرم با عکسی بزرگ و براق از یک گوش آمد خانه گفت این چیزی است که برایش پس انداز کرده یک گوش یک گوش جدید برای جایگزینی گوشی که با آن آتش خانمان سوز از بین رفته بود میخواست پول را بدهد به جراح پلاستیک تا گوشش را درست کند. تمام این مدت برای چنین چیزی ایثار کرده بودیم؟ عجب ضد حالی. پیوند پوست هیچ چیز هیجانآوری در خود ندارد. بابا یک شب در بیمارستان خوابید. با اینکه میدانستم از گل هیچ خوشش نمی آید به هر حال مجبور بودم بخرم. همیشه به نظرم هدیه دادن گیاهان به کسی که درد می کشد کار بی منطقی می آید. یک ویال مورفین چطور است؟ ولی چند گل آفتاب گردان بزرگ پیدا کردم. محلشان نگذاشت. به جهنم. مهم این بود که عمل موفقیت آمیز بود. گفت دکتر خیلی راضی بوده. یک نکته مهم. هیچ وقت حال مریض را از خودش نپرسید. وقت تلف کردن است. مهم این است که کشف کنید دکتر چه حسی دارد. و دکتر پدرم داشت با دومش گردو می شکست. پانسمان را باز کردند. راستش را بخواهید چنان توقعم بالا رفته بود که انتظار داشتم یک چیز خارق العاده ببینم. یک گوش عظیم مثل در های چند منظوره یا گوشی با قابلیت سفر در زمان که میتواند مکالمه های گذشتگان را بشنود. یا گوشی جهانی که میتواند های تمام آدم های زنده را گوش کند. یا گوشی با یک چراغ کوچک قرمز که موقع ضبط روشن می شود. خلاصه گوشی که رو دست نداشته باشد ولی اصلا چنین چیزی نبود. یه گوش معمولی بود. بابا گفت توش حرف بزن. تخت را دور زدم و روی نورسیده خم شدم. سلام، یک دو سه، یک دو سه، امتحان می کنم، امتحان می کنم. گفت، خوبه، کار می کنه. وقتی از بیمارستان مرخص شد تمام مدت میخواست نگاهی به خودش بیاندازد. دنیا هم اسباب را برایش فراهم کرده بود. پدرم توانایی حرکت در خط مستقیم را از دست داد. حالا رفتن از نقطه الف به نقطه ب مستلزم حرکت از کنار آین بغل ماشین های در حال حرکت ویترین مغازه ها و کتری های استیل بود. وقتی وسواس ظاهرت را داری تمام سطوح منعکس کننده جهان توجهت را جلب می کنند. یک شب آمد و نفس نفس زنان دم در اتاق خواب من ایستاد. حوصله داری یکم با این دوربین من بازی بازی کنی؟ داری فیلم درست می کنی؟ واسه چی باید همچین کاری کنم؟ این بین خودته و زندگی نامه نویست. فقط میخوام چند تا عکس از گوشم بگیرم برای آلبوم آلبوم گوش اصلا ولش کن و با عجله برگشت پذیرایی سب کن دلم برایش سوخت ظاهرا دیگر نمیتوانست خودش را بشناسد ظاهرش شاید تر و تمیزتر شده بود ولی درونش یک شماره آب رفته بود در کل ماجرا چیز شومی میدیدم انگار با اضافه کردن یک گوش بخشی بنیادین از وجودش را خورد کرده بود حتی بعد از جراحی پلاستیک هر روز کار میکرد باز هم از پول خبری نبود. باز هم هیچ تغییری در زندگیمان به وجود نیامد. گفتم خیلی خوب. دوباره داری با پولت چی کار میکنی؟ دوباره دارم پس انداز میکنم. برای چی؟ قافلگیریه. قافلگیری آخرت که خیلی آشغال بود. اما از این یکی خوشت میاد. امیدوارم ارزشش رو داشته باشه. باز هم نداشت. یک ماشین بود. یک ماشین اسپورت قرمز صاف و صوف. وقتی رفتم داخلش را نگاه کنم جوری نوازشش می کرد. انگار سگیست که همین الان شیرین کاری تازهی کرده. راستش اگر پولش را به عنوان کمک مالی بخشیده بود به یک حزب سیاسی کمتر تعجب می کردم. بابای من؟ ماشین اسپورت؟ دیوانگی محض. کارش فقط سبک و سخیف نبود. با نهایت زرافت و دقت سبک و سخیف بود. میخواست حواسم را پرت کند؟ میخواست فروپاشیش را اعلام کند؟ نشانه تسلیم بود یا فت؟ میخواست کدام بخش از وجودش را ترمیم کند؟ یک چیز روشن بود. داشت تابوهای خودش را می شکست. صحنه خندهداری بود صحنه سوار شدنش به یک ام جی نه کروک وقتی کمربندش را بست به اندازه اولین فضا دلنگران بود حالا فکر می کنم تلاشش شجاعانه بود عملی مبتکرانه برای به چالش کشیدن خودش و صداهای درونش که مصمم بودند او را به یک قالب مشخص درآورند. بابا در ماشین اسپورتش مردی بود که داشت خودش را از بیرون به درون از اساس تغییر میداد. باز تولدی که از همان ابتدا محکوم به سقط بود نمیای کجا بیا بریم یه چرخی بزنیم سوار شدم من جوانم سنگ که نیستم معلوم است که ماشین دوست دارم عاشقش هستم ولی یک جای کار ایراد داشت پرسیدم چرا اینو خریدی؟ تکرار کرد چرا؟ و تیکاف کرد. فکر کردم داشت سعی می کرد خودش را در قبار پشت سر بگذارد و یک جورهایی صدای جدا شدن و پاره شدن مفاصل و رگ و پی سلامت عقلش به گوشم خورد. شغلش ساعت کاری منظمش کت و شلوار و ماشین جدیدش داشت بین نفوسش کشمکشی غیر قابل تحمل راه میانداخت فکر کردم این وسط یکی وا میدهد و اتفاق جالبی نخواهد افتاد بعد واداد. اتفاق جالبی نبود. در یک رستوران چینی شلوغ بودیم و پدرم داشت مرغ ترش سفارش میداد. گارسون پرسید چیز دیگه؟ فقط یکم برنج آب پز و صورت حساب. پدرم همیشه دوست داشت پول غذا را اول بدهد تا به محض اینکه لغمه آخرش را خورد بگذارد و برود. یک چیزی در رستوران نشستن و غذا نخوردن بود که نمی توانست تحمل کند. دلهوره مثل سر به جانش می افتاد. متاسفانه رستوران هایی وجود دارند که به هیچ قیمتی حاضر نیستند پول غذا را پیش بگیرند. در این حالت پدرم بعد از تمام کردن غذا بلند می شد و کنار میز می ایستاد تا بگوید هیچ کاری با میز ندارد. بعد جوری می گفت صورت حساب را بیاورند انگار داشت تقاضای عف می کرد. گاهی بشقابش را می برد آشپزخانه. گاهی پول را زیر دماغ گارسون تکان میداد. گاهی وقتها خودش میرفت سراغ دخل و کشو را میکشید و پول را میگذاشت و باقیش را بر می داشت. از این یکی خیلی بدشان می آمد. امشب پدرم پشت میزی کنار پنجره نشسته بود و از پنجره بیرون را نگاه میکرد. صورتش تجسد ملال بود. من هم حضور داشتم ولی او تنها غذا میخورد. به دلیلی قهرمانانه که الان یادم نیست اعتصاب غذا کرده بودم ولی فکر کنم همان دوره ای بود که هشتاد و هفت شب پشت سر هم بیرون غذا خوردیم. بابا قدیم ها عادت داشت آشپزی کند ولی آن روزها دیگر گذشته بود. هر دو خیابان را نگاه می کردیم چون کمتر از حرف زدن زحمت داشت. ماشین ما پشت یک وانت سفید پارک بود و کنارش زن و مردی دعوا می کردند. زن دو مصبی سیاه مرد را گرفته بود و می کشید و مرد هم می خندید. یک راست آمدن جلوی پنجره و روبروی ما دعوایشان را ادامه دادند. انگار داشتیم نمایش تماشا می کردیم. نمایش خشنی بود. مرد با زهر خندی بر لب پیچ و تاب می خورد و سعی می کرد موهایش را از دست زن خلاص کند. معلوم بود درد می کشد ولی خنده از لبش دور نمی شد. البته حالا که بزرگتر شدم دلیل خندش را متوجه شدم. میدانم که حتی اگر زن کلش را میکند و میانداخت توی جوی و رویش ادرار میکرد و آتشش میزد باز هم به خندش ادامه میداد. حتی با نیش ادرار در چشمان در حال مرگش دست از خنده نمی کشید و میدانم چرا مرغ ترش رسید بابا پرسید مطمئنی نمیخوری داشت متلک میانداخت بوی مرغ ترش داغ سر و شکمم را تبدیل کرد به دو دشمن دیرین پدرم نگاهی به من انداخت پر از خودبینی و برتری و من هم در جواب نگاهی نسارش کردم پر از غرور و پیروزمندی بعد از پنج ثانیه فرسایشی هر دو سرمان را چرخاندیم سمت پنجره انگار برای نفس گرفتن در خیابان دعوا در حال تنفس بود دختر روی کاپوت یک ماشین نشسته بود و مرد هم کنارش سیگار میکشید. دستان دختر را نمیدیدم چون گرفته بودشان زیر بغلش ولی فکر کنم یک تکه از پوست سر مرد را در مشتش فشار میداد. بعد صدای خراشیده شدن فلز به گوشم خورد. پشت زن و مرد یک نفر با کاپشن قرمز روی ماشین پدرم دلا شده بود. کاپشن قرمز آرام در امتداد ماشین حرکت می کرد. نمیشد فهمید دارد چه کار می کند ولی به نظرم داشت با کلید روی ماشین خط می انداخت. داد زدم هی ببین و انگشتم را سمت ماشین گرفتم. ولی بدن لاغر و دراز پدرم قبل از اشاره من از جا بلند شده بود و میدوید سمت در از روی صندلی پریدم و دنبالش کردم این اولین تعقیب من در خیابانهای سیدنی بود طی سالهای بعد بارها این اتفاق افتاد و همیشه هم تعقیب کننده من نبودم ولی این اولینش بود و برای همین در خاطرم مانده معلوم است که مثل آدم نمیدویدیم بیشتر تلو تلو خوران با سرعت زیاد در خیابان اصلی حرکت می کردیم و به زوجهای بیخبری که از روبرو رو می آمدن می خوردیم و کمانه می کردیم. یادم میآید موقع دویدن سوت می زدم. یک سوت جاسوسی. مثل دو آدم آتش گرفته در شهر می دویدی. مردم جوری نگاهمان میکردند انگار به عمرشان دویدن ندیدند شاید هم ندیده بودند وقتی جلوی سینما به مردان و زنان کاسبکاری که از هم قابل تشخیص نبودند نزدیک شدیم حاضر نشدند از جایشان تکان بخورند انگار نیاکانشان سند آن متر مربع از پیاده رو را به نامشان زده بودند. مجبور شدیم بزنیمشان کنار. بعضیهاشان داد زدند شاید تا آن موقع کسی بهشان دست نزده بود. مرد کاپشن قرمز مثل باد می دوید. پرید وسط خیابان و از بین ماشین های در حال حرکت ویراج داد. فقط یک قدم از پیاده رو دور شده بودم که پدرم دستم را کشید و گفت با هم بترسید از پدر و پسر در تعقیب مرد مرموز کاپشن قرمز بترسید از گروه دو نفره خطرناکی که دست در دست هم در حال تعقیبند پیچیدیم و رسیدیم به خیابانی خالی. حضور ما به خالی بودن آن عمق بخشید. هیچ کس نبود. حس کردم وارد بخشی دور و فراموش شده از شهر شده ایم. یک لحظه ایستادیم تا نفس بگیریم. قلبم مثل شانه ای که میخواهد دری چوبی را باز کند به قفسه سینم ضربه میزد. بابا گفت بریم اونجا. وسط خیابان یک بار بود. رفتیم سمتش. روی پنجرش هیچ چیز ننوشته بود. ظاهرا بار اسم نداشت. پنجره هایش دودی بودند و نمیشد داخلش را دید. جایی بود که نور اندک خطرناک جلوهش میداد از همان بیرون پیدا بود از آنجور جاهایی بود که آدمهای شریر هر کس را که ازشان ساعت میپرسید با چاقو ناکار میکردند جایی که قاتلان زنجیری برای فراموش کردن بدبختیهایشان می رفتند آنجا جایی که بدکاره ها و قاچاقچی ها با هم شماره تلفن رد و بدل می و جامعه ستیز ها به دورانی می خندیدند که با دارو ستیز ها اشتباه گرفته میشدند. میخوای بیرون منتظر بمونی؟ میرم تو. فکر نکنم به جای خوبی ختم شه. مهم نیست. پس بریم فقط بعد از چند قدم رسیدیم به رختکن. کاپشن قرمز به جالباسی آویزان بود و مثل یک نقمه نوسان داشت یک گروه موسیقی روی صحنه بود که صدای خانندش شبیه صدایی بود که از جویدن آلمینیوم فویل ایجاد می شود. بالای بطری ها چند ساز به دیوار آویزان بود یک ویولون یک آکاردئون و یک گیتار شبیه امانت فروشی بود دو بارمن خسته هرازگاهی برای خودشان تکیلا میریختند بابا برای خودش آبجو و برای من لیمونات سفارش داد من هم آبجو میخواستم ولی به لیموناد رضایت دادم. تمام زندگیم همین بود. من و بابا یک چشممان به رخ کم بود و یک چشممان به سالن. چند ساعت آنجا ماندیم و سعی کردیم حدس بزنیم مرد مورد نظرمان کدام است. ولی پیدا کردن یک خرابکار از روی چهره مشکل است. مثل اینکه بخواهی از قیافه کسی بفهمی خیانت کار است یا کودک نواز آدمها رازهایشان را جایی غیر از صورت پنهان می کنند. چهره جایگاه درد است اگر هم جایی باقی بماند ناامیدی به هر حال حدس را زدیم بر چه اساس نمیدانم بابا یک کوتوله ریشبوزی را انتخاب کرد اصرار می کرد خودش است من که میخواستم متفاوت باشم یکی را که موهای بلند قهوه‌ای داشت و دهانی ارغوانی و زشت انتخاب کردم بابا می گفت بیشتر شبیه یک دانشجوست تا خرابکار چه رشته ای می بابا گفت معماری یه روزی پلی میسازه که خراب میشه کسی هم میمیره؟ بله چند هزار نفر وقتی داشتم به هزاران کشته فکر میکردم بابا یک لیوان دیگر سفارش داد و متوجه زنی بلند با دندانهای رژ لبی شد که به پیشخان تکیه داده بود. پدرم یک لبخند شماره سه به او زد. از همانهایی که برای فرار از جریمه سرعت غیر مجاز در چنده داشت. زن بدون اینکه سرش را حرکت بدهد نگاهش کرد. بابا گفت سلام. زن در جوابش سیگار روشن کرد و بابا رفت و نشست روی صندلی کنارش پرسید نظرت در مورد گروه موسیقی چیه خیلی از این جور موسیقی خوشم نمیاد میتونم یه لیوان مهمونت کنم نظرت در مورد گروه موسیقی چیه زن خنده ای کرد که بیشتر شبیه قرقره بود بعد از یک دقیقه طولانی که هیچ اتفاقی نیفتاد بابا از نگاه کردن به نیمرخ زن خسته شد و دوباره برگشت روی صندلی خودش لیوانش را یک نفس سر کشید پرسیدم فکر میکنی هیچ وقت ازدواج کنی؟ نمیدونم پسر میخوای؟ مطمئن نیستم از طرف دیگه دوست ندارم تا آخر عمر تنها باشم تنها نیستی من هستم لبخندی زد و گفت آره راست میگی از طرف دیگه چی چی تو گفتی از طرف دیگه دوست ندارم تا آخر عمر تنها باشم آها یادم نمیاد از ذهنم رفت شاید هیچ چیزی اون طرف نیست آره شاید بلند از پشت پیشخان بلند شد و رفت سمت میزی که چند زن پشتش نشسته بودند چشمان پدرم در تمام مسیر حرکت تعقیبش کرد فکر کنم چیزی درباره ما گفت چون همه ما را نگاه کردند و کاملا مشخص بود که دارند در ذهنشان توی صورت پدرم تف می کنند. تظاهر به نوشیدن از لیوان خالیش کرد. این صحنه حالم را بد کرد و برگشتم و یک چشمم را دوختم به رخکن و چشم دیگرم را به دهان عوضی و ارقوانی و جانی دانشجوی معماری و او را در دفتری در طبقه بالای یک آسمان خراش تصور کردم که از آن بالا به هزاران کشته و بازوهای نقره پل شکسته نگاه می کند. کاپشن قرمز هنوز آویزان بود و وقت می کشت. داشت دیر می شد. خسته بودم پلک هایم میخواستند بسته شوند میشه بریم بابا از بارمن پرسید اینجا کی تعطیل میشه حدود شیش. لعنتی و یک لیوان دیگر سفارش داد قشنگ معلوم بود اگر لازم باشد حاضر است تا صبح همانجا بماند چرا نماند هیچ کس در خانه منتظرمان نبود هیچ پیشانی از نگرانی چی نیافتاده بود هیچ لبی منتظر نبود تا ما را بوس شب بخیر کند اگر هیچ وقت هم بر نمی گشتیم کسی نبود دلتنگ ما شود سرم را گذاشتم روی پیشخان. چیزی خیس و نوچ زیر صورتم بود ولی خسته تر از آن بودم که سرم را تکان بدهم. بابا سیخ روی صندلی نشسته بود و رختکن را می پایید. خوابم برد. خواب چهره دیدم شناور در تاریکی. فقط یک صورت. صورت جیغ می کشید ولی رؤیایم سامت بود. خیلی ترسناک بود. بیدار شدم و دیدم یک پارچه خیس کنار دماغم است. سر تو بردار لطفا. بارمن داشت پیشخان را دستمال می کشید. چی شده؟ داریم می بندیم. دهانم شور بود. چشمانم را پاک کردم در خواب گریه کرده بودم گیج شدم یادم آمد صورت ترسناک بود نه غمگین بارمن جوری نگاهم کرد که معنایش این بود تا وقتی در خواب گریه می کنی هنوز مرد نشده ای. می دانستم راست می گوید ولی چه کار می توانستم بکنم. ساعت چنده؟ پنج و نیم. بابای منو ندیدی؟ اونجاست. بابا کنار رختکن ایستاده بود و این پا و پا می کرد. سرم را بلند کردم و دیدم کاپشن قرمز هنوز سر جایش است. فقط چند نفر باقی مانده بودند. مرد دهان ارغوانی زنی با صورتی عصبانی و کلی تراشیده مردی ریشو با صورتی پر از چین یک دختر چینی با لباس کار و مردی با بزرگترین شکمی که به عمرم دیده بودم بارمن سرشان داد زد دارم تعطیل می کنم برین خونه پیش زن و بچهتون همه زدن زیر خنده. نفهمیدم چه چیز این حرفش خنده دارست. است. رفتم پیش پدرم. پرسید. خوب خوابیدی؟ حالم بده. چی شده؟ وقتی پیداش کردی میخوای باهاش چیکار کنی؟ بابا با ابروانش به من فهماند سوالم احمقانه است. مشتری ها یکی یکی می رفتن بیرون. بالاخره دختر کل تراشیده روی پیشخان رخت کن خم شد. به کاپشن قرمز اشاره کرد و گفت اون مال منه. پس کار یک زن بود. مقصر، خرابکار. حالا باید چه کار کنیم؟ بابا گفت سلام. دختر برگشت طرف پدرم. خوب نگاهش کردیم. چشمان سبزی داشت روی استخانی ترین صورتی که به عمرم دیده بودم. فکر کردم باید به خاطر آن چشمان سبز از خدا متشکر باشد چون هیچ چیز زیبایی جز آنها نداشت. لبهایش نازک بودند تقریبا وجود نداشتند صورتش نحیف بود و رنگ پریده اگر چشمانش نبودند صرفا یک پوست بود که روی یک اسکلت دراز کشیده بودند چشمانش نیمه مات بودند بابا دوباره سلام کرد دختر محلش نگذاشت و با پا در را باز کرد و رفت توی خیابان بیرون باران ملایمی از آسمان زرد فلزی میبارید خورشید را نمیدیدم ولی میدانستم همان گوشه و کنار است خمیازش هوا را روشن کرده بود نفسی عمیق کشیدم هیچ شکی نیست که بوی سحر با بوی بقیه روز فرق دارد. تازه است. مثل گازی که از سر کاهو میزنی و بعد آن را جوری دوباره در یخچال میگذاری که کسی متوجه گاز نشود. دختر زیر سایبان ایستاده بود و زیپ کاپشن قرمز معروفش را بالا میکشید. سلام صدای پدرم هیچ تأثیری بر او نداشت گفتم شاید اگر گلویم را صاف کنم فایده ای داشته باشد کردم چشمان سبز روشنش بر من و پدرم نور افکند چی میخواین؟ تو روی ماشین من خط انداختی کدوم ماشین؟ ماشین من کی همین امشب حدود یک رو به نه کی گفته پدرم گفت من میگم و یک قدم به طرف کاپشن قرمز با چراغهای سبز برداشت میدونم خودت بودی برو گم شو قبل از اینکه زنگ بزنم به پلیس اوهو تو میخوای به پلیس زنگ بزنی؟ آره شاید بزنم بچه مایه دار به من چی گفتی؟ بهت گفتم بچه مایه دار بچه مایه دار هر بار دهن تو باز میکنی بیشتر خودتو میبری زیر سوال اگه ماشین منو ندیدی از کجا میدونی من مایه دارم؟ فکر کردم ایول بابا دختره الان است که بزند به چاک کتت از همونایی که پولدارای خیکی بی شرف می پوشن ای ول چشم سبز گیرت انداخ بابا بابا گفت محض اطلاعت عرض کنم من مایه دار نیستم هرچی هستی به من مربوط نیست این شب مزهک داشت به بنبست می رسید. بابا دست به سینه ایستاده بود و سعی می کرد از بالا چشمان سبز را نگاه کند. دختر هم دست به سینه ایستاده بود و با چشمانی دریده پدرم را نگاه می کرد. چشمانش را چنان درانده بود که فکر می کردی پلک ندارد. تمام شد؟ می شود برویم خانه؟ چند سالته؟ گم شو فقط دو تا چیز ازت می خوام. به هیچ کدومشون نمی رسی. اعتراف و دلیل همین فکر کردم این دقیقا همان چیزی است که یک مرد مجرد می تواند ساعت پنج و نیم صبح بگوید. برای همین است که آدم ها زن و شوهر و دوست دختر و دوست پسر می گیرند. برای اینکه به خودشان اجازه ندهند تا بیش از حد عجیب و غریب شوند. ولی یک مرد را مدتی طولانی تنها بگذار تا ببینی هر کار عجق و وجقی از دستش برمیآید. زندگی در انزوا سیستم ایمنی ذهن را ضعیف می کند و مغز مستعد حجوم افکار غیر عادی می شود. بابا تکرار کرد. اعتراف و توضیح دستش را مثل نگهبانی که مچ یک دل دوز را گرفته گذاشت روی شانه دختر. دختر شروع کرد جیغ زدن. کمک، پلیس، تجاوز. بعد پدرم یک ایده مشکوک دیگر رو کرد. او هم پلیس را صدا زد. به من سقلمه زد میخواست من هم داد بزنم. من هم با آن دو داد زدم تجاوز پلیس ولی من جلوتر رفتم یگان ویژه را هم صدا زدم درخواست هلیکوپتر کردم شیطان را صدا زدم از زمین خواستم تا آسمان را ببلد این کارم دختر را آرام کرد از پیاده رو رفت زیر باران من و بابا هم بدون کلامی همراهش رفتیم. هر چشمان سبز به من نگاه می کردند. ازم پرسید با این نفهم چی کار می کنی؟ نمی باباته؟ میگه هست. این که نشد حرف. هی hey, خرابکار باهاش حرف نزن. باید اعتراف کنی. نمیتونی چیز رو ثابت کنی مایه دار نمیتونم؟ نمیتونم؟ باشه خرابکار یعنی فکر میکنی پلیس نمیتونه رنگ روی کلید توی جیبتو با رنگ ماشین من تطابق بده؟ چشم سبز یک کلید از جیبش درآورد و انداخت توی چاله آب. آخ ببین چه دست و پا چلفتی من. بعد نشست کنار چاله و کلید را شست و با آستینش پاک کرد. کلید را دوباره گذاشت توی جیبش و گفت ببخشید آقای مایه دار. از هایت پارک وقتی داشت نور و رنگ عوض می کرد گذشتیم. سحر داشت در سایه های درختان حل می شد. چشم سبز سری راه می رفت و بابا دستم را گرفت و اصرار کرد هماهنگ با آنها حرکت کنم. آن موقع نمی فهمیدم چه اتفاقی قرار است بیفتد. ولی حالا که به گذشته نگاه می کنم و اصرارش بر تعقیب این زن عجیب را می بینم به نظرم می آید خبر داشت این دختر چه گند عظیمی به آینده ما خواهد زد و نمیخواست به او اجازه بدهد تا یک وقت از زیر بار وظیفش شانه خالی کند. وقتی رسیدیم بالای پارک حدس بزنید چه کسی بالای میدان معلق بود. خورشید بزرگ نارنجی سوزان. چشم سبز سیگار روشن کرد. ستایی در سکوت طلوع را تماشا کردیم و فکر کردم یک روز خورشید زمین را در خود خواهد مکید و تمام رستوران های چینی و تمام زن های بلند و تمام بارهای درب و داغان و تمام مردان مجرد و تمام خرابکارها و تمام ماشینهای اسپورت در یک آن غرق نوری سفید نابود خواهند شد باید بگویم طلوع معرکهای بود احساس میکردم یک تخم چشم برهنم تخم چشمی به اندازه یک پسر تخم چشمی با گوش و دماغ و زبان و هزاران عصب که مثل موهای اصلاح نشده بیرون زده بودند و همه چیز را لمس می کردند. همزمان تمام حواس بودم. حس خوبی بود. یک آن خوشحال شدم از اینکه کسی در خانه منتظرمان نبود با مادری نگران کنار پنجره پدر و پسرهای معمولی نمی تمام شب بیدار بمانند و طلوع خورشید را تماشا کنند رو کردم به پدرم و گفتم چقدر خوبه که تو تنهایی بدون اینکه نگاهم کند گفت من تنها نیستم تو هستی احساس کردم چشم سبز اول به من زل زد و بعد به پدرم بعد راه افتاد دنبالش رفتیم و از خیابان آکسفورد به رایلی رسیدیم تا دم در خانه‌ای در ساری هیلز دنبالش کردیم جیغ زد ممنون که تا خونه با من اومدی مایه دار حالا میدونی من کجا زندگی میکنم حالا میدونی رفیقم کجا زندگی میکنه همین الان که برسه خونه و باهات آب گوش درست کنه بزن به چاک بابا نشست روی پله و سیگار روشن کرد به التماس گفتم میشه لطفا بریم خونه نه هنوز حدود 20 دقیقه بعد چشم سبز با شلوار راحتی و زیر پیراهنی زرد آمد بیرون. یک لیوان آب در دست داشت که چیزی داخلش شناور بود. از نزدیک نگاه کردم یک تامپون مصرف شده در آب تکان میخورد. بابا وحشت زده پرسید میخوای با این چیکار کنی؟ نه ترس مایه دار. میخوام به باخشم آب بدم. تامپون را در آب چرخاند و بعد آب قرمز لیوان را خالی کرد پای بوتهی که شبیه بوته ماری جوان بود. بابا گفت حالم به هم خورد. دختر گفت من از این بدن زندگی می بخشم. چرا روی ماشین من خط انداختی؟ خفه. بعد رو کرد به من و گفت نوشیدنی میخوای؟ اگه توی اون لیوان میخوای بدی نه. نه از توی یخچال. چی داری؟ آب و آب پرتقال. آب پرتقال لطفا. به بابات ندیا امیدوارم از تشنگی بمیره. درکت میکنم. بابا زد پس کلم. هی hey, حق ندارم حرفهای احمقانه بزنم؟ خسته و خجالت زده بودم و حوصلم هم سر رفته بود. چرا بابا خسته و خجالت زده نبود و حوصلش هم سر نرفته بود؟ موقعیت مزهکی بود. روی پله های خانه یک غریبه نشسته بودیم و انتظار می تا اعتراف کند. در خانه دوباره باز شد. دختر یک لیوان آب پرتقال به من داد و گفت یادت باشه چی به هم گفتیم. قول دادم یک قطره هم به پدرم ندهم. لبخند گرمی زد. در دست دیگرش یک ساک سیاه ورزشی بود. نشست کنار پدرم و ساک را باز کرد. داخلش پر از نامه و پاکت بود. اگه میخوای منو تعقیب کنی بهتره به یه دردی هم بخوری این نامه ها رو بذار تو پاکت بابا بدون اینکه حرفی بزند پاکت ها را گرفت بعد راحت نشست و شروع کرد لیسیدن در پاکت ها انگار لیس زدن پاکت نامه های یک غریبه روی پله های خانهش طبیعی ترین کار دنیا بود زبانش جوری کار می کرد. انگار تنها دلیل وجود داشتنش همین کار است. ما ساعت شش صبح این همه راه آمده بودیم تا به اینجا برسیم. تو چی پسر؟ نمیخوای کمک کنی؟ اسم من جسپره. میخوای پاکت لیست بزنی جسپر؟ نراستش ولی باش ستایی نشستیم و با دقت و زرافت پاکت را پر کردیم محال بود بشود اتفاقی را که در حال رخ دادن بود توضیح داد انگار همه ما بازیگرانی بودیم که در یک نمایش دانشجویی بازی می کردیم و گاه گداری با لذتی پنهان نگاهی به هم می انداختیم. بابا پرسید برای این کار چقدر پول می گیری؟ هر صد تا پاکت پنج دلار. کمه که می دونم. وقتی این را گفت متوجه شدم صورت جدی و محکمش آرام و مهربان شد. پرسیدم چرا اینقدر از پول دارا بدت میاد؟ چشمان سبزش را باریک کرد و گفت چون هرچی فرصت مال اوناست چون وقتی فقرا دارن جون میکنن اونو از دمای استخرشون شکایت دارن چون وقتی آدمای معمولی دچار مشکل میشن قانون دهنشون سرویس میکنه ولی وقتی پولدارا مشکل دار میشن قانون بهشون حال اساسی میده بابا گفت شاید من پولدار نباشم. شاید یه ماشین اسپورت قرمز داشته باشم ولی اون ماشین تنها چیز با ارزش زندگیم باشه. کی به تو اهمیت میده؟ پسرم. راست میگه؟ گفتم فکر کنم. یک جای این مکالمات مشکل داشت. انگار زبان در جایی که بیشتر از همیشه به آن نیاز داشتیم کم می آورد. بابا بی مقدمه گفت ما یه خونه احتیاج داریم. زبان چشم سبز وسط لیست زدن از حرکتی استاد. واقعا؟ بله. چشم سبز پاکت را گذاشت زمین و صورتش دوباره سخت شد. فکر نکنم دلم بخواد برای یه عوضی پولدار کار کنم. چرا؟ برای این که ازت متنفرم. خب. خب که این کارم یعنی دو نه. نه؟ دو نیست. تنز روزگاره. چشم سبز مدتی فکر کرد و لبهایش بی صدا تکان خوردند تا به ما نشان بدهد دارد به پیشنهاد فکر می کند. می دونی؟ من رفیق دارم. یه همچی چیزی اجازه نمیده جایی رو تمیز کنی؟ زمنن تو برای من زیادی پیروزشتی. خواب ببینی دستت به هم بخوره. گوش کن. من فقط دنبال یکی میگردم که خونه رو تمیز کنه و گاهی هم برای جسپر و من غذا درست کنه. مادر جسپر فوت کرده. من تمام وقت کار میکنم. فرصت آشپزی ندارم. خدمتتم ارز کنم که شما هیچ جازبه ای برای من نداری. با اون کله تراشیده شبیه مردا هستی. صورتتم تخم مرغیه. من فقط صورت گرد دوست دارم از صورت تخم مرغی خوشم نمیاد از هر کی دوست داری بپرس پس شاید اومدم پس قبول کردی آره چرا روی ماشین من خط انداختی من رو ماشینت خط ننداختم دروغ میگی تو خیلی عجیبی استخدام شدی باش بابا را نگاه کردم که چهرش حالت غریبی به خود گرفته بود انگار تمام شب جان کنده بودیم تا به یک آبشار پنهان برسیم و حالا داشتیم تماشایش می کردیم. اینقدر پاکت پر کردیم که سحر صبح شد. اولین شبی که آنوک برای تمیزکاری و آشپزی آمد خانه ما حیرتش خنده دار بود. انتظار خانه درندشت یک آدم پولدار را داشت ولی وارد آپارتمان کوچک و نفرت انگیز ما شد که داشت مثل کف یک قایق کهنه میگندید. بعد از اینکه برای ما شام درست کرد پرسید چطوری تو این وضعیت زندگی میکنین؟ شماها خوکین. من دارم واسه دوتا خوک کار میکنم. و بابا گفت برای همین برای ما این لجن و پختی؟ عصبانی بود ولی به دلایلی که هیچ وقت درست متوجهشان نشدم هفته به هفته می آمد خانه ما. با قیافه شاکی و در هم انگار قبل از آمدن یک سبد لیمو ترش خورده بود. می آمد. پرده ها را باز می کرد و به بیغوله ما نور می ریخت. و وقتی روی کتاب هایی راه می رفت که پدرم از کتابخانه گرفته و پس نداده بود با کنج کاوی نگاهم می کرد. انگار اسیری بودم که باید رها میشد. اوایل آنوک فقط دوشنبه ها و جمعه ها می آمد و چند ساعت هم بیشتر نمی ماند. ولی چیزی نگذشت که هر وقت اشقش می میکشید می آمد. آن هم نه فقط برای نظافت و پخت و پز. خودش هم غذا می خورد و آشوب درست میکرد. خیلی وقتها همراه ما غذا میخورد و مدام با ما جر و بحث را میانداخت و مرا با گونه جدیدی آشنا کرد که تا آن موقع ندیده بودم. موجودی دست چپ و عشق هنر و مدعی معنویت که دوست دارد نظرات لطیفش را در باب صلح و عشق و طبیعت سرت فریاد بکشد. یک شب بعد از شام از پدرم پرسید میدونی مشکل تو چیه مارتین؟ تو کتاب رو به زندگی ترجیح دادی. میدونی من اعتقاد ندارم که میشه کتاب رو جای گذین زندگی کرد. بیشتر نقش مکمل رو بازی میکنه. رو چه حسابی این حرف رو میزنی؟ روی این حساب که تو بلد نیستی چطور زندگی کنی تو بلدی؟ من یه نظراتی دارم بالاخره. به نظر او من و پدرم مشکلاتی بودیم که منتظر بودند حل شوند و او کارش را با تلاش برای گیاه خار کردن ما شروع کرد. وقتی میخواستیم یک استیک آبدار به نیش بکشیم عکس حیوانات در حال تک تکه شدن را نشانمان میداد وقتی از این کارش نتیجه نگرفت جانشین های گوشت را روانه بشقاب هایمان کرد فقط غذا هم نبود آنوک با تمام اشکال معنویت ما را مجازات می کرد. هنر درمانی تولد دوباره ماساژ درمانی روغنهایی با بوهای عجیب و غریب پیشنهاد میکرد حاله های من را ماساژ بدهیم ما را با خود میکشید و میبرد تواترهایی که به شکل هولناکی بی سر و ته بودند از جمله نمایشی که از ابتدا تا انتها پشت بازیگران ما بود. انگار یک دیوانه کلید مغز ما را به دست گرفته بود و درونش چیزهایی مثل کریستال و آویز و دفترچه های تبلیغ سخنرانی مرشدهای عارف معلق در فضا میچپاند. در همین دوران بود که شروع کرد به ارزیابی شیوه زندگی ما. هر هفته یک گوشه از زندگی بی هوای ما را نقد و بررسی می کرد. نقدش هیچ وقت مثبت نبود. هیچ وقت دو انگشت شست رو به بالا نمی گرفتیم. انگشت ها همیشه به سمت فاضلاب بودند. بعد از اینکه فهمید پدرم یک کلوپ شبانه را میگرداند نقدهایش وحشیانه شدند. از ظاهر شروع کرد و به سمت باطن رفت. این عادتمان را که موقع جواب دادن به تلفن صدای همدیگر را تقلید می کردیم زیر سوال برد و بنابراین هر بار کسی در میزد جفتمان. مثل روزنامه نگارهایی که در یک رژیم تمامیت خواه روزنامه زیرزمینی منتشر می کنند خشکمان میزد. به این نکته اشاره کرد که زندگی کردن مثل دانشجوهای هنر وقتی که پدرم یک ماشین اسپورت گران قیمت دارد جنون محض است. او این عادت پدرم را که ها را می بوسید ولی من را نه از سرش انداخت. همینطور این عادت پدرم را که هفته ها می آمد و می رفت بدون اینکه به من محل بگذارد و بعد حالش عوض می شد و مدت ها اجازه نمیداد حتی یک لحظه به حال خودم باشم. آنوک همه چیز پدرم را زیر ذره بین برد. از قوس کردنش روی صندلی تا یک ساعت بررسی مزایا و معایب حمام کردن قبل از رفتن به حمام از نوع جامعه ستیزانه لباس پوشیدنش اولین بار آنوک بود که متوجه شد پدرم زیر کت زیر پیراهنی می پوشد تا بی دقت اصلاح کردنش جوری که همیشه جا به جا روی صورتش تحریش نتراشیده بود. بدترین و آزارنده ترین شکل عیبجوییش مال وقتی بود که شیوه نقادی پدرم را نقد می کرد. این کارش روی اعصاب پدرم می رفت. تقریبا تمام عمرش را صرف تیز کردن حس تحقیرش نسبت به بقیه آدمها کرده بود و در قدمهای آخر رسیدن به حکم گناهکار برای کل دنیا بود که آنوک آمد و تمام رشتههایش هایش را پنبه کرد. می گفت میدونی مشکل تو کجاست؟ همیشه همینطور شروع می کرد. برای این از بقیه بدت میاد که از خودت نفرت داری. حکایت هرچی بکاریه. زیادی مشغول خوندن و فکر کردن به چیزای بزرگی. به چیزای کوچیک زندگیت اهمیت نمیدی و هر کسی هم که این کار رو میکنه تحقیر میکنی. تو هرگز مثل اونا نجنگیدی چون چیزی برات اهمیت نداشته تو واقعا نمیدونی بقیه آدما چی میکشن اغلب وقتی آنوک انتقادهایش را در بشقاب میکشید پدرم حرفی نمیزد و از خودش دفاعی نمیکرد یک روز که پدرم داستان زندگیش را تعریف کرد آنوک گفت میدونی مشکل تو کجاست؟ تو تکرار مکررات میکنی خودت میفهمی؟ تو فقط از خودت نقل قول میاری تنها دوستتم اون ادی بیمزه چاپلوسه که هر هرچی میگی تایید میکنه هرگز حاضر نیستی عقایدت رو یه جای عمومی اعلام کنی تا به چالش کشیده بشن. فقط به خودت میگیشون و بعد وقتی حرف خودت رو قبول کردی به خودت تبریک میگی. همینطور به حرفهایش ادامه میداد و در ماه های بعد که من با ناراحتی و به زور وارد دوران بلوغ می شدم و رابطم با پدرم روز به روز تحلیل می رفت آنوک نه تنها روی افکار و آرزوها و اعتماد به نفس پدرم اسید می ریخت بلکه من را هم هدف می گرفت او کسی بود که به من گفت با قیافه‌ای که دارم تنها می توانم 22 درصد جمعیت نسوان را جذب خودم کنم. عدد ملالنگیز و مکروهی بود. فقط وقتی که توانستم تنهایی را در صورت مردان تشخیص بدهم متوجه شدم جذاب بودن برای 22 درصد زنان موفقیت عظیمی به حساب می آید. دست دسته مرد بیریخت و تنها و بی ارزه و جامعه ستیز وجود دارند که در دسته سفر تا دو درصد قرار می گیرند و حاضرند برای بیست و دو درصد من آدم بکشند. آها زمنان مرا به خاطر بیتوجهی به سری دوم ماهی هایم سرزنش کرد. حساب بانکی پدرم دوباره چاق شد و بیتوجه به مرگ ماهی های قبلیم برایم سه ماهی دیگر خرید. این بار ماهی قرمز ساده، انگار فکر می کرد نگهداری ماهی بر اساس نوع مراحل سخت و آسان دارد و فاجعه قبلی صرفاً به این دلیل پیش آمده که ماهیها برای پایه من زیادی مشکل بودند. در نظر او ماهی قرمز ماهی بود با چرخ محافظ ابدی. غیر قابل کشتن اشتباه کرد. این ستا را هم راحت کشتم هرچند این بار به خاطر کم غذا دادن از گرسنگی مردند مدتها جر را بحث میکردیم که تقصیر کی بوده من یک هفته خانه دوستم چارلی ماندم و به خدا قسم میخورم که وقتی داشتم از خانه میرفتم به پدرم گفتم یادت نره به ماهیا غذا بدی پدرم این قضیه را خیلی متفاوت به خاطر می آورد. در نسخه او من فقط گفتم باشه خدافز. حالا هر کدام از اینها در این یک هفته ای که نبودم ماهی ها دوچار گرسنگی شدید شدند و مثل انسان ها به هم نوخاری رو نیاوردند و آرام آرام مردند همین آنوک طرف پدرم را گرفت و متوجه شدم تنها لحظاتی که بینشان آتش بس برقرار می شود زمانی است که دو نفری علیه من جبهه می گیرند. اعتراف می کنم ارتباطشان گیجم می کرد. نامحتمل ترین زوج ممکن بودند. مثل یک خواخام و یک پرورش دهنده سگ که با هم در یک جزیره دورافتاده گیر کرده باشند. ناهمساز ترین غریبه ها هم در زمان بحران بالاخره با هم کنار می آیند فقط ترکیب بابا و آنوک خودش بحرانی بود که نه آغاز داشت و نه پایان یک سال بعد از استخدام آنوک تلفنی نامنتظر به پدرم شد گفت شوخی میکنی خدای من نه امکان نداره محاله چقدر زیاد یعنی چقدر خیلی خوب باشه آره آره گفتم باشه کی شروع کنی خبر خوب یک تهیه کننده آمریکایی داستان تریدین را شنیده بود و میخواست از آن یک فیلم پرفروش هالیوودی بسازد. میخواست از پدرم کمک بگیرد تا فیلمش خوب از آب در بیاید. هرچند میخواست فیلم را در آمریکا بسازد. آن هم به شکل داستان بازیکن بیسبال مردهی که از جهنم برمیگردد تا از همبازی که او را با ضربات چوب کشتند انتقام بگیرد. اینطور که به نظر می آمد بابا می توانست از خاطرات گذشتش پول درست و حسابی در بیاورد. ولی چرا الان؟ تا حالا چند تا فیلم بد و بی ربط استرالیایی از زندگی تریدین ساخته شده بود. ولی پدرم حاضر نشده بود با هیچ کدامشان همکاری کند. چرا حالا تسلیم شد؟ این تصمیم ناگهانی برای بهره برداری از مرده شخصیش به چه دلیل بود؟ یکی دیگر از آن تغییر عقیده های ناگهانی که به نویسنده اجازه می دهد بابت برداشتن زخم های خشکیده مغز پدرم و دیدن آنچه زیرشان پنهان شده یک چک چاق و چله بگیرد. آنوک با آن استعداد غریبش در شناسایی کرم سیب گفت میدونی مشکلت کجاست؟ تو همیشه زیر سایه برادرت زندگی کردی. و همین شد که وقتی هفته بعد نویسنده 23 ساله آدامس در دهان شاد و سرحال آمد خانه ما و گفت خب به هم بگو تریدین چه جور بچه ای بود؟ پدرم آستینش را گرفت و با قدرت تمام اول نویسنده را پرت کرد بیرون و بعد لپتابش را. بعدن به دادگاه احضار شد. و شغل جدیدش چهار هزار دلار خرج روی دستش گذاشت و اسمش هم در روزنامه ها آمد. آنوک همان شب گفت میدونی مشکلت کجاست؟ تو متعصبی. راجع به همه چیز تعصب داری. خودت نمیفهمی؟ اینقدر به همه چیز تعصب داری که نمیتونی به هیچ کدومشون برسی. ولی میخواهید بدانید مشکل واقعی ما کجا بود نمیتوانی خوش و خورم در مهی قلیز برای خودت حرکت کنی وقتی یک نفر کنارت ایستاده و دائم فریاد میکشد این شهوته این غروره این تنبلیه این عادت، این بدبینیه این حسادته این طمعه آنوک داشت سنت عمیق و غیر قابل تغییر ولگشتن در آپارتمان کلاستروفوبیکمان را نابود می کرد. تنها راهی که برای پیشرفت بلد بودیم سینهخیز رفتن به سمت امیال حقیرمان و نفس نفس زدن برای جلب توجه بود و حالا آنوک با خوشبینی بیپایانش میخواست مخلوقاتی مانند ما را به عبر قهرمان تبدیل کند. از ما میخواست با ملاحظه، یاری رسان، وزیف شناس، اخلاقی، قوی، دلسوز، عاشق از خود گذشته و شجاع باشیم. و اصلا هم حاضر نبود کوتاه بیاید تا اینکه بالاخره به خودمان آمدیم و متوجه شدیم متاسفانه عادت جدیدمان شده نگاه کردن به آنوک و تقلید کارهای او بعد از ماهها خسته کردن ما و نقب زدن به درونمان دیگر کیسه پلاستیکی استفاده نمی کردیم. به ندرت چیزی می خوردیم که خون داشته باشد. تومار امضا می کردیم. در تجمعات اعتراضی بیفایده شرکت می کردیم. بخور استنشاق می کردیم. بدنمان را برای تمرینات یوگا در خطیر ترین وضعیت ها قرار میدادیم. تمام کارهای لازم برای سعود به قله تعالی نفس ولی تغییرات مزخرف هم بودند شیرجه هایی به اعماق قهقرا به خاطر آنوک با ترس از خودمان زندگی می کردیم هر کس که برای اولین بار شناخت خود را برابر با تغییر گرفته هیچ احترامی برای ضعف بشر قائل نیست و باید پیدا شود و اینقدر کتک بخورد تا بمیرد به شما دلیلش را میگویم آنوک مشکلات ما را پیدا و می میکرد ولی هیچ راه حلی برای رفعشان ارائه نمیداد. عملا نمیدانستیم چه غلطی باید بکنیم. بنابراین به لطف آنوک نه تنها باید با باغ وحش لیز مشکلات پیشینمان دست و پنجه نرم می کردیم بلکه آگاهی ترسناکمان از آنها هم به درونمان رسوخ کرده بود خب همین هم منجر به مشکلات جدید میشد پدرم واقعا یک مرگیش بود داشت گریه میکرد توی اتاقش نشسته بود و گریه میکرد حقهقش را از پشت دیوار می شنیدم. صدای راه رفتنش را در آن فضای کوچک می شنیدم. چرا گریه می کرد؟ به عمرم صدای گریهش را نشنیده بودم. فکر می کردم نمی تواند گریه کند. حالا هر شب بعد از کار و هر روز قبل از کار، گریه می کرد. این کارش را به فال بد گرفتم. احساس می کردم گریش پیشگویانه است. احساسم این بود که به خاطر اتفاقهای گذشته گریه نمی کند. گریش بابت آینده است. بین هایش با خودش حرف میزد. لعنت به این آپارتمان خیلی کوچیکه نمیتونم نفس بکشم مثل قبر میمونه باید جنگ بپا کنم من کی هستم چطور میتونم خودم رو تعریف کنم انتخاب ها بی و در نتیجه محدود توی انجیل به بخشودن خیلی اشاره شده ولی هیچ جاش ننوشته که باید خودت رو ببخشی. تری هیچ وقت خودش رو نبخشید و همه دوستش داشتن. من هر روز خودم رو می ولی هیچ کس دوستم نداره. این همه وحشت و بیخوابی. نمیتونم به مغزم یاد بدم که بخوابه. اوضاع آشفتگی ها چطوره؟ داره وزن اضافه میکنه. بابا در اتاقش را کمی باز کردم در میان سایه ها رنگ پریده می نمود و سرش شبیه لامپ لختی بود که از سقف آویزان باشد یه لطفی در حق من بکن جسپر فکر کن یتیمی در را بستم و رفتم اتاقم و فکر کردم یتیمم خیلی هم بد نبود بعد همانطور که ناگهان آغاز شده بود ناگهان تمام شد حالا شبها میرفت بیرون این کارش جدید بود کجا میرفت دنبالش کردم در خیابانها لیلی می میکرد و برای هر کسی که از کنارش میگذشت دست تکان میداد بقیه برایش دست تکان نمیدادند وارد یک بار کوچک و شلوغ شد از پنجره نگاه کردم و دیدم جلوی پیشخان قوز کرده و مشروب میخورد یه گوشه تنها و اخمو برای خودش ننشسته بود با بقیه بگو به خند میکرد این یکی دیگر نوبر بود. صورتش گل انداخته بود و بعد از اینکه چند تا آبجو سر کشید ایستاد روی صندلی و تلویزیون را که فوتبال نشان میداد خاموش کرد و همانطور که می خندید و مشتش را در هوا تکان میداد چیزهایی به جمعیت گفت شبیه دیکتاتوری که در مراسم اعدام مخالف مورد علاقش جوک تعریف می کند. وقتی حرفایش تمام شد تعظیم کرد. هرچند که کسی دست نزد. و رفت یک بار دیگر و موقع ورود داد زد سلام به همگی و بعد ببینم چی کار میتونم بکنم. و بعد رفت بیرون بعد رفت داخل باری نیمه تاریک و چرخی زد و بدون اینکه چیزی سفارش بدهد آمد بیرون بعد یک کلوپ شبانه یا خدا آنو که این بلا را سرش آورده سوار پله برقی کلوپ تنگ ماهی شد و بالا رفت و ناپدید شد دیسکو به شکل یک تنگ شیشهای بزرگ تر راهی شده بود و اطرافش هم یک سکوی سرتاسری بود از پله های سکو رفتم بالا و توی تنگ را نگاه کردم اول نتوانستم پیدایش کنم اول هیچ چیز نمیدیدم جز آدمهایی خوشتراش و زیبا که هر چند لحظه یک بار زیر نور لامپ هایی که با سرعت روشن و خاموش می شدند به چشم می آمدند. بعد پیدایش کردم. خیس عرق بود و نفس نفس میزد و تکانهای مسخره میخورد و با دستانش کارهای عجیب و غریب میکرد شبیه کسی که تبر به دست گرفته و در هوا درخت قطع می کند. ولی مسئله این بود که داشت خوش می گذراند. واقعا لبخندش دو برابر یک لبخند معمولی بود و داشت دخترکانی با اندازه های مختلف را دید می زد. ولی این دیگر چه بود؟ تنها نبود، یک زن همراهش بود. واقعا؟ پشتش بالا و پایین می پرید و دور خودش می چرخید. زن بدون اینکه بخواهد زحمت زیادی به خودش بدهد محلش نمیگذاشت. برای همین پدرم خودش را به جلوی زن رساند تا لبخند یک اش را نشانش بدهد. فکر کردم واقعا میخواهد او را به آپارتمان افسرده و کثیفمان دعوت کند ولی نه دعوتش نکرد رفت سراغ یکی دیگر این یکی تر و تر. تومه جدیدش را با خود برد سمت بار یک لیوان مهمانش کرد و جوری پول پرداخت انگار داشت باج میداد وقتی داشتند حرف میزدند او را کشید سمت خودش زن مقاومت کرد و راهش را کشید و رفت و لبخند پدرم باز هم عریضتر شد شبیه شامپانزه شده بود که برای آگهی تلویزیونی روی لسهش کره بادام زمینی مالیدند سر و کله یک نگهبان بیگردن دماغ پخ که تیشرت سیاه تنگ تنش بود پیدا شد دستهای جالوتیش دور گردن پدرم حلقه شد و او را کشان کشان برد سمت در در خیابان پدرم بهش فوش داد همین برایم کافی بود به اندازه کافی دیده بودم وقت برگشتن به خانه بود حدود ساعت پنج صبح در زد کلیدش را گم کرده بود در را باز کردم و دیدم زرد و عرق کرده وسط یک جمله است بدون اینکه صبر کنم تا جملهش را تا انتها بشنوم برگشتم توی رخت خواب. این تنها شبی بود که دنبالش رفتم. و وقتی داستان را برای آنوک تعریف کردم گفت این یا نشانه بد است یا نشانه خوب. نمیدانم بقیه شبها چه می کرد. فقط می توانم حدس بزنم بقیه کارهایش واریاسیون هایی بود بر همان تم پوچ یک ماه بعد دوباره در خانه بود و گریه می کرد ولی این بار همراه یک کار غیر قابل تحمل می آمد بالا سرم و موقعی که خواب بودم نگاهم می کرد شب اول درست وقتی داشت خوابم می برد آمد اتاقم و یک صندلی گذاشت کنار پنجره و نشست. پرسیدم چی شده؟ هیچی. بخواب. چه جوری؟ همین جوری که تو بالا سرم نشستی؟ کتابی را که دستش بود نشانم داد و گفت میخوام یکم اینجا کتاب بخونم. چراغ را روشن کرد و شروع کرد به خواندن. یک دقیقه نگاهش کردم و بعد سرم را گذاشتم روی بالش و چشمانم را بستم. صدای ورق زدنش را می شنیدم. چند دقیقه بعد لای پلک هایم را باز کردم و دیدم زل زده به من. جا خوردم. صورتم در تاریکی بود و نمی توانست ببیند نگاهش می کنم. هر شب برنامه همین بود. پدرم تظاهر به خواندن می کرد و من بیدار می ماندم و سنگینی نگاهش را حس می کردم و صدای ورق زدن می شنیدم. خدمتتان ارز کنم که شب زنده های قریبی بود. بعد شروع کرد به دل دزدی از فروشگاه ها. شروع موفقی هم داشت. با یک پاکت پر از آب و کادو و سیب و گل کلم آمد خانه. میوه و سبزیجات. جایی برای شکایت نبود. بعد شانه می دزدی دو و قرص سرماخوردگی و چسب زخم. اقلام داروخانه‌ای به درد بخور. بعد شروع کرد دزدیدن چیزهای مسخره از هدیه فروشی ها. یک تکه چوب کهنه که رویش نوشته بود خانهام قصر من است. یک چسب جاذب حشرات به شکل تسمه. یک لیوان سفالی که رویش نوشته بود تا وقتی یک ویلای ساحلی نداشته باشی نمیفهمی چند تا دوست داری. که اگر یک ویلا داشتی بد نبود بگذاریش روی تاقچه ما که نداشتیم بعد دوباره برگشت توی تخت و گریه هایش شروع شد بعد دوباره خوابیدن من را تماشا میکرد بعد می نشست کنار پنجره نمیدانم چه هدفی را دنبال میکرد ولی در کارش خیلی مصمم بود نصف صورتش از پنجره بیرون را نگاه می کرد و نصف دیگرش در چینهای پرده پنهان می شد. کاش پرده کرکری داشتیم. بهترین چیز برای تقیانهای ناگهانی پارانویا. هیچ چیز به اندازه درس های کرکره که نوارهای باریک نور را بر چهرت می اندازند، نمیتواند فضا سازی کند. ولی از پنجره چه چیزی را نگاه می کرد؟ بیشتر پشت آپارتمان های فکسنی بقیه. بیشتر توالت و آشپزخانه و اتاق. هیچ چیز جذابی درشان نبود. مردانی با پاهای لاغر و بیرنگ که با شورت ایستاده بودند و سیب میبلیدند. زنانی در حال آرایش کردن که با آدمی پنهان از دید دعوا می کردند. زوجهای پیری که دندانهای یک جرمن شپرد حرف گوش نکن را مسواک می زدند. از اینجور چیزها. موقعی که بیرون را نگاه می کرد چیز سیاهی در نگاهش بود. همین قدر می دانم که حسادت نبود. برای بابا مرغ همسایه هرگز قاز نبود. در بهترین حالت کلاق بود. همه چیز سیاه تر شد. حال و هوایش، چهرش، کلماتش یک روز دم پنجره گفت اون زنی که رو ببین عوضی پرسیدم کی؟ اون زنه تو خونه روبرو داره ما رو نگاه میکنه تو داری نگاش میکنی که برای اینکه ببینم اون نگاه میکنه یا نه نگاه میکنه الان نه پرسیدم پس مشکل چیه؟ مشکل این بود. پدرم قبلا با مزه بود. درست است که تمام عمرم از دستش شاکی بودم ولی دلم برای بابای گذشتم تنگ شده بود. چه بر سر بی خیالی و بی خداییش آمده بود خنددار بود تنهایی مزهک است تقیان هزاران خنده ولی گریه کردن اصلا خنده ندارد و خشم جامعه ستیزانه یک لبخند هم به لب نمی آورد لاقل برای من یکی که خنده دار نیست حالا تمام روز پرده ها را بدون هیچ حسی از تنز میبست. نور هیچ منفذی برای ورود به آپارتمان پیدا نمی کرد. دیگر نه صبح داشتیم و نه ظهر و نه تغییر نور فصلی. تنها تغییر در تاریکی بود. چیزهایی درش زاد و ولد می هر قارچی که در روحش بود در آن محیط تاریک و نمور به سرعت رشد می کرد. خنددار نبود. یک شب روی تختم قهوه ریختم. قسم میخورم قهوه بود. از ملافه رد شد و تشک را خیس کرد. منتها شبیه ادرار بود. فکر کردم آنوک فکر می کند این ادرار است. ملافه را از تختم کندم و قایمش کردم. رفتم سراغ کمود تا ملافه تمیز بردارم. نداشتیم. از بابا پرسیدم. ملافه ها کجان؟ گفت بیرون. ما بیرون نداشتیم. ما توی مجتمع زندگی می کردیم. گیج این ماجرای مرموز بودم که ناگهان به نتیجه ترسناک رسیدم. رفتم تا چک کنم. پرده را کنار زدم. خبری از دنیای بیرون نبود. فقط ملافه دیدم. از بیرون پشت پنجره ملافه آویزان کرده بود. شاید به عنوان حفاظی سفید و شلوول در برابر چشمان فوزول. ولی نه، سفید نبودند، حفاظ هم نبودند، پلاکارد بودند. آن طرف ملافه با رنگ قرمز نوشته بود، عوضی فوزول. بد بود، قشنگ این را درک می کردم. ملافه ها را آوردم پایین و همراه قبلی پنهانشان کردم. با همان که رویش ادرار بود. آه نوشتم نه؟ باشد. قبول. ادرار بود. به خاطر جلب توجه نیست که بچه ها جایشان را خیس می کنند. از ترس والدینشان است. همانطور که خودتان میدانید لازم نیست برای دعا کردن لزوما مذهبی باشید دعا دیگر یک باور محکم نیست چیزی است که فرهنگش از فیلم و تلویزیون به ما ارث میرسد مثل بوسیدن در باران مثل یک بازیگر کودک زانو زدم و دستهایم را به هم چسباندم و سرم را پایین آوردم و با چشمان بسته برای خوب شدن پدرم دعا کردم. حتی کارم به جایی رسید که برای شم روشن کردم. البته نه در کلیسا. دروی هم حد و حدودی دارد. در آشپزخانه، نیمه شب وقتی که یاوه های شبانش به اوجی تبدار رسیده بود. امیدوار بودم شم بندی را که محکم دورش پیچیده شده بود باز کند. آنوکم هم در آشپزخانه پیش من بود و همانطور که از بالا تا پایین آنجا را میشست زیر لب غر میزد که فقط پول برایش کافی نیست و باید تا آخر عمر ممنونش باشیم و به عنوان شاهد فضله موش و لانه سوسک نشانم میداد و ادعا می کرد با تمیز کردن آشپزخانه دارد جانمان را نجات می داد. بابا روی کاناپه دراز کشیده بود و دستانش را گذاشته بود روی صورتش. آنوک دست از تمیزکاری کشید و کنار در ایستاد. بابا که فهمیده بود آنوک به او زلزده زده دستانش را محکمتر روی چشمانش فشار داد. چه مرگت مارتی؟ هیچی. میخوای خودم بهت بگم؟ خدای من نه داری توی ترحم به خودت قوطه میخوری فکر کنم مشکلت همینه احساس درموندگی میکنی قبول هیچ کدوم از آرزوهات برآورده نشدن تو فکر میکنی آدم خاصی هستی که باید باهات خاص رفتار بشه ولی کم کم داری میفهمی هیچ کس تو این دنیای پهناور باهات هم عقیده نیست و از همه بدتر برادرت داره ستایش میشه در حالی که فکر میکنی خودت مستحق این ستایش هستی و این باعث شده پرت بشی ته چاه ویل افسردگی و افکار سیاهت فرصت رشد پیدا کنن پارانویا اغده ستمبینی شاید هم ناتوانی جنسی نمیدونم. ولی بذار بهت بگم باید قبل از اینکه پشیمونی بار بیاری یه فکری به حال خودت بکنی. تماشای این صحنه همانقدر زجرآور بود که ببینی یک نفر ترقی را آتش میزند و بعد فکر می کند خراب است و از نزدیک نگاهش می کند. ولی پدر من یک ترقی خراب نبود. اینقدر با روح من بد دهنی نکن زنی که فضول. به حرفم گوش کن مارتین. هر کی جای من بود تا حالا دومشو گذاشته بود روی کولش رو رفته بود. ولی یه نفر باید باشه که با تو حرف بزنه و سر عقل بیاردت. زمنند. تو داری این بچه رو میترسونی. جسپر هیچ مشکلی نداره. مشکل داره. شبا جاشو خیس میکنه. بابا سرش را آورد بالا. تنها چیزی که می دیدم خط موی در حال عقب نشینیش بود. بیا اینجا جسپر. رفتم طرف خط مو. بابا ازم پرسید تا حالا افسرده بودی؟ نمیدونم. تو همیشه خیلی آرومی. این ظاهر قضیه است نه؟ شاید. به هم بگو چی اذیتت میکنه جسبر. داد زدم تو و دویدم طرف اتاقم. چیزی که هنوز نفهمیده بودم این بود که وضعیت نامتعادل پدرم این توانایی بالقوه را داشت که مرا هم به همان راه پر مخاطره بکشاند. کمی بعد از آن روز آنوک مرا برد شهر بازی سیدنی تا سر حال بیایم. بعد از ماشین سواری و پشمک و شکلات رفتیم مسابقه ی حیوانات اهلی. وقتی داشتم گاو و گوسفند ها را نگاه می کردم ناگهان تظاهر کردم تعادلم را از دست دادم. این کار تفریح جدیدم بود. تلو تلو می خوردم و به مردم تنه می زدم و می روی اجناس مغازه ها. آنوک شانم را گرفت و جیغ زد. چه شده؟ نمیدونم. دستانم را گرفت داری می لرزی؟ راست می گفت دنیا دور سرم می چرخید و پاهایم مثل کاه خم شده بود تمام بدنم به شکل غیر قابل مهاری می لرزید چنان در ماجرا غرق شده بودم که یک لحظه فراموش کردم هیچیم نیست جیغ زدم کمک جمعیت بازدید کنندگان به همراه چند تا از گردانندگان مسابقه حجوم آوردند سمتم. بالا سرم جمع شدند و به هم زل زدند. در شرایط استراری واقعی هزاران چشمی که به جمجمت فشار می آورند کمکی به تو نمی کنند. صدایی بلند شد. بذاری نفس بکشه. یکی دیگر گفت تشنج گرفته. گیج بودم و حالت تهوع داشتم. اشک از چشمانم سرازیر بود. بعد ناگهان یادم افتاد دارم مسخر بازی در می آورم. بدنم آرام شد و تهوام جایش را به ترس داد. ترس از رو شدن دستم. چشمها چند متر عقبتر رفته بودند ولی نیروی نگاهشان کم نشده بود. آنوک بغلم کرده بود. احساس مسخره ای داشتم. داد زدم برو کنار و پسش زدم. برگشتم سمت گاو و گوسفند ها. چند نفر کلاه کابویی با صورتهایی به قوام چرم بهشان نمره میدادند. خم شدم روی نرده. آنوک پشت سرم با عصبانیت چیزهایی میگفت ولی محلش نگذاشتم. بعد از یک دقیقه آمد پیشم. پرسید الان حالت خوبه؟ اینقدر آرام جواب دادم که نشنید. در سکوت کنار هم ایستادیم. یک دقیقه بعد گاوی قهوه‌ای با لکه سفید بر پشت برنده جایزه اول شد. به خاطر اینکه احتمالا استیکش از بقیه آبدارتر بود. همه دست زدند. انگار نمیفهمیدند کاری پوچ تر از دست زدن برای یک گاو وجود ندارد. آنو گفت: تو و بابات با هم مو نمیزنید. به هم میایین هر وقت خواستی بگو بریم من حاضرم. احساس گندی به هم دست داد. داشتم چه کار می کردم؟ اگر کله پدرم صدفی خالی بود که می توانستی در آن صدای زجر دریا را بشنوی چه؟ ربطش با سلامت روان من چه بود؟ وضعش شبیه پرنده هایی شده بود که خود را به پنجره می کوبند. یعنی وضع من هم باید مثل او میشد چند هفته بعد من و بابا آنوک را بردیم فرودگاه میخواست چند ماه برود بالی تا ماساژش بدهند قبل از اینکه وارد سالن انتظار پرواز شود کشیدم کنار و گفت از اینکه دارم تو این موقعیت تنها میذارم تو میرم یکم احساس گناه می بابات داره پرت میشه پایین. فکر کنم دوست داشت ازم بشنود. نه همه چی به راهه برو خوش بگذرون. اما من گفتم خواهش می نرو. بعد رفت و یک هفته بعد پدرم پرت شد پایین. دوره گریه کردن و جیغ زدن و تماشا کردن من موقع خوابیدن و دزدیهایش که معمولا یک ماه طول میکشید به یک هفته تقلیل پیدا کرد. بعد برنامهش فشرده تر شد و تمام اینها را در یک روز انجام میداد. هر مرحله حدود یک ساعت طول می کشید. بعد به اینجا رسید که تمام اعمالش را در یک ساعت تمام می کرد آهنال کردن و غور زدن و دزدی از روزنامه فروشی بغل خانه تمام مدت هم اشک ریزان بعد برمیگشت خانه و لباسش را جر میداد و لخت توی خانه راه میرفت بدنش را انگار با قطعات یدکی سر هم بندی کرده بودند. ادی آمد و در زد. چرا بابات نیومده سر کار؟ مریضه؟ میشه گفت. میشه ببینمش؟ ادی رفت توی اتاقش و در را بست. بعد از یک ساعت در حالی که گردنش را میخاراند آمد بیرون. انگار به پدرم حساسیت داده بود گفت یا عیسی مسیح تمام اینا کی شروع شد نمیدانم یک ماه پیش یک سال پیش ادی از خودش پرسید چجوری درستش کنیم باید فکرامونو بذاریم رو هم بزار ببینم بزار فکر کنم 20 دقیقه سکوت کرد و از جایش هم تکان نخورد. ادی داشت فکرهایش را میریخت روی هم. جوری که از بینی نفس میکشید حالم را به هم میزد. هر چند لحظه یک بار چیزی که نمیدیدمش راه نفسش را صد می کرد. ده دقیقه دیگر گذشت و ادی گفت میرم خونه و بازم فکر می کنم. و بعد رفت. دیگر بعد از آن هیچ خبری از او نشد. اگر ایده درخشانی هم داشت با سرعت کافی به ذهنش نرسید. یک هفته بعد یکی در زد. رفتم آشپزخانه و نان توست کردم و شروع کردم لرزیدن. نمیدانم از کجا خبردار می شدم دنیا چیزی ویژه برایم استفراغ کرده. ولی به هر حال متوجه می شدم. در زدن ادامه پیدا کرد. نمیخواستم بار زیادی به تخیلم تحمیل کنم برای همین با وجود اینکه میدانستم کار غلطی است در را باز کردم. زنی با صورت پف کرده و دندانهایی قهوه‌ای پشت در بود نگاه تحقیرآمیزی داشت یک پلیس هم همراهش بود به نظرم نیامد تحقیرش معطوف به پلیس باشد زن پرسید تو کسپردین هستی چی شده میشه بیایم تو نه متاسفم اینو بهت میگم پدرت تو بیمارستانه حالش خوبه؟ چی شده؟ خوب نیست باید یه مدت بستری باشه باید با ما بیای چی دارین میگین؟ چه بلایی سرش اومده؟ تو ماشین بهت میگیم من نمیدونم شما کی هستین و چی از من میخواین برین گمشین پلیس گفت بیا پسر کجا؟ یه خونه ای هست که چند روز میتونی توش بمونی. خونه ای من اینجاست. نمیتونیم اینجا تنها به حال خودت ولت کنیم. هنوز 16 سالت نشده. تو رو خدا ولم کنی. من از اول عمرم به حال خودم بودم. پلیس پارس کرد. بیا کسبر. بهش نگفتم اسمم جسپر است. نگفتم کسپر شخصیتی خیالی بوده زاده ذهن پدرم که سالها پیش کشته شده. تصمیم گرفتم با آنها همراهی کنم تا بفهمم قضیه از چه قرار است. همینقدر می دانستم شانزده سالم نشده بود و بنابراین هیچ حقی نداشتم. مردم همیشه در مورد حقوق کودکان حرف میزنند ولی این حقوق در مواقع نیاز به کمکت نمیآیند. سوار ماشین پلیس شدم و همراهشان رفتم. در راه برایم توضیح دادند پدرم با ماشین به پنجره محل کارش همان کلوپ کذایی زده و رفته تو. شاید میشد این پیش آمد را یک بدشانسی ساده به حساب آورد ولی پدرم بعد از ورود روی زمین رقص راه افتاده و زده به میز و صندلی ها و همه جا را به هم ریخته و بار را هم نابود کرده پلیس مجبور شده او را به زور از ماشین بیرون بکشد ظاهرا دیوانه شده بود حالا هم در تیمارستان بود تعجب نکردم وقتی از تمدن نفرت داری و باز هم مجبوری با قوانینش زندگی کنی بالاخره باید تاوان بدهی از روی قله کوه اشکالی ندارد ولی پدرم درست وسط ماجرا بود و تناقضات خشمگینش بلاخره با هم شاخ به شاخ شده بودند و از پا انداخته بودندش میشه ببینمش؟ زن گفت امروز نه کنار خانه ای در حومه شهر پارک کردند چند روز اینجا میمونی تا وقتی یه فامیل نزدیک پیدا کنیم که بیاد و ببردت پیش خودش فامیل؟ من چنین چیزی نداشتم. خانه یک طبقه و آجوری بود. یک خانه عادی. از بیرون خانه معلوم نبود انباری بقایای خانواده های از هم پاشیده است. پلیس بوغ زد. زنی با سینه های عظیم آمد بیرون و لبخندی زد که پیش بینی کردم آن را بارها و بارها در هزاران کابوس ترسناک خواهم دید لبخند زد تراژدی تو بیلیت ورود من به بهشته پس بیا و بغلم کن تو باید کسبر باشی و بعد مردی کچل به او ملحق شد و جوری سرتکان داد انگار کسپر خودش است. هیچ چیز نگفتم. زن تکسینه ای گفت من خانم فرنج هستم. انگار خانم فرنج بودن بزرگترین دستاورد زندگیش بود. وقتی جواب ندادم مرا تا داخل خانه همراهی کردند. یک سری بچه نشانم دادند که توی پذیرایی تلویزیون تماشا می کردند. طبق عادت صورتها را ارزیابی کردم. حتی میان از هم پاشیده ها هم این کار را می کردم. این کار را می کنم تا ببینم آیا زیبایی جسمانی وجود دارد تا رویایش را ببینم یا دنبالش بیفتم. این کار را در اتوبوس ها، بیمارستان ها و مراسم اعضای دوستان نزدیک هم می کنم برای سبکتر کردن بار، تا بستر مرگ این کار را خواهم کرد. همه رسما زشت بودند، دست کم از بیرون. بچه ها جوری نگاه هم میکردند انگار جنسی بودن برای فروش. نیمی از بچه ها به نظر در برابر سرنوشتشان تسلیم بودند و نیمی دیگر مبارز طلبانه، دندان می ساییدند. برای اولین بار به داستان زندگیشان علاقه من شدم. مطمئنم تمامشان تراجدی های وحشتناکی داشتند که می توانستند چند قرن گریم را در بیاورند. ولی خودم هم داشتم در آن برزخ کودکان به ازای هر دقیقه ده سال پیر می شدم. زوج مرا در خانه گرداندند. آشپزخانه را نشانم دادند. حیات پشتی را نشانم دادند. اتاقم را نشانم دادند که عملا یک کمد بود. شاید خوب و مهربان و معدب بودند ولی ترجیح میدادم فکر کنم منحرفانی هستند که به انتظار شب نشستند. وقتی ساکم را انداختم روی تخت خانم فرنچ گفت اینجا بهت خوش میگذره. گفتم دارین شوخی میکنی؟ از آدم هایی که به هم میگویند کی و کجا به من خوش میگذرد بدم میآید. این تصمیم را خودم هم نمیتوانم بگیرم. پرسیدم حالا چی؟ میتونم یه تلفن بزنم؟ اینجا زندان نیست کسپر حالا میبینیم به ادی زنگ زدم ببینم میتوانم پیشش بمانم یا نه گفت بیشتر از مهلت ویزایش مانده و اقامتش غیر قانونی و نمیتواند قیم من شود به خانه آنوک تلفن کردم و هم همخانهاش همان چیزهایی را گفت که از قبل هم میدانستم. هنوز داشت در یک مرکز مدیتیشن در بالی آفتاب می گرفت و تا وقتی پولش تمام نمیشد بر نمی گشت خانه. گیر کرده بودم. گوشی را گذاشتم و به گوشه تاریکم برگشتم و گریه کردم. تا آن لحظه هیچ وقت تا این حد به آینده ام بدبین نشده بودم. فکر کنم از دست دادن معصومیت همین است. اولین باری که با حصار محدود کننده توانایی های بلقوت روبرو می شوید. در قفل نداشت. ولی توانستم صندلی را زیر دستگیره بگذارم. تمام شب نخوابیدم و انتظار خشخش شوم را کشیدم. حدود سه صبح خوابم برد. بنابراین فقط می توانم حدس بزنم وقتی غرق خواب بودم ازم سو استفاده کردند. زمانی که داشتم رویای اقیانوس ها و افقهای دور از دست رس را می دیدم. روز بعد همراه آقای فرنچ رفتیم عیادت بابا. در کمال شرمندگی اعتراف می کنم وقتی سوار ماشین می شدیم هیجان زده بودم. تا حالا پایم به تیمارستان باز نشده بود. شبیه فیلم ها بود؟ پر از جیق های زیر غیر انسانی؟ حتی امیدوار بودم به بیمارها آرام بخش نداده باشند تا ببینم چطور با قاشق چوبی پشت بشقاب هایشان می زنند. در ماشین لام تا کام حرف نزدم. خانم فرنج با بی صبری نگاهم می کرد. از اینکه درهای قلبم را به رویش باز نمی کردم عصبانی بود. سکوت در تمام مسیر بیمارستان تعقیبمان کرد. کنار یک دکه روزنامه فروشی پارک کرد و گفت: چرا برای بابا چندتا مجله نمی خرید سرش گرم شه؟ و ده دلار بهم داد. فکر کردم مردی که به ته خط رسیده، دوست دارد چی بخواند؟ مجلات مستحجن؟ اخبار سرگرم کننده؟ یک مجله اسب سواری برداشتم و دوباره گذاشتم سر جایش. به درد نمیخورد. آخر سر یک کتاب پر از جدول و بازی فکری و کلامی برداشتم تا مغزش را راه بیاندازد. توی تیمارستان همان جیغهای دیوانواری را شنیدیم که عموماً با رودهای جوشان خون مرتبط میدانیم وقتی از آسانسور خارج شدیم بیمارانی را دیدم که با زبانهای آویزان و دهانهایی که انگار برای دندان پزشک باز کرده بودند بی هدف در راه رو تلو تلو می خوردند. چیز زردی در چشمانشان می دیدم. بویی به مشامم می خورد که با تمام بوهایی که به عمرم شنیده بودم فرق داشت. اینها آدمهایی بودند که پرت شده بودند وسط تاریکی. زایعاتی انسانی که ستاره کابوس های خود بودند. پوشیده در روپوش های سفید شلوول. روان بیمارشان مثل دنده بیرون زده بود. اخگرهای آتشی بودند در حال خاموشی. کجای این دنیا معقول به نظر می آمدن؟ دکترها سریع این طرف و آن طرف می رفتند تا لبخند های جنون را از صورتها ها بزدایند. صورت پرستارها را زیر نظر گرفتم. چطور چنین جایی کار می کردند؟ یا سادیست بودند یا قدیس؟ چیز دیگری نمی توانستند باشند. شاید هم ترکیبی از هر دو پرستارها و دکترها خسته به نظر می آمدند. تخلیه سرها از افکار غلط کار خسته کننده است. فکر کردم کدام انسانی می تواند از این امارت کابوس های هولناک برخیزد و بگوید خیلی خوب، حالا برگردیم سر کار و زندگیمون. حالت چهره پرستار مسئول پذیرش جوری بود انگار آماده خوردن مشت است گفتم جسپر دین برای ملاقات مارتین دین نسبت دارین؟ وقتی حرفی نزدم گفت الان به دکتر گرگ زنگ میزنم امیدوارم این اسم فامیلش باشه گوشی را برداشت و دکتر گرگ را صدا کرد. صورت خانم فرنچ را بررسی کردم ببینم از اینکه خودم را کسپر معرفی نکردم تعجب کرده یا نه. اگر هم شنیده بود چیزی بروز نداد. چند دقیقه بعد دکتر گرگ آمد. سرحال بود. از آن آدم هایی بود که فکر می کرد همه را جذب خودش می کند خصوصا در همان برخورد اول. گفت خوشحالم که اومدی. پدرت حاضر نیست با ما حرف بزنه. خب کاش با ما بیای و کمکمون کنی. اگه نمیخواد با شما حرف بزنه معنیش اینه که براش مهم نیست شما چی فکر میکنید. حضور من چیز رو عوض نمیکنه. چرا براش مهم نیست من چی فکر می کنم؟ احتمالا شما همچین چیزایی بهش گفتین. ما طرف شما هستیم آقای دین. ما می کمکتون کنیم آقای دین. مگه چه اشکالی داره؟ ببین تو روان پزشکی درسته؟ اون تمام کتابای استادای شماها رو خونده فروید یونگ آدلر فروم همه رو تو باید قانعش کنی در حد اونایی خب من فروید نیستم خب مشکل همین جاست خانم فرنج در سالن انتظار ماند و من دکتر را در راهروهای تنگ و تاریک از میان درهای بیشماری که باز و بسته میشدند دنبال کردم به اتاق پدرم رسیدیم و دکتر کلید انداخت و در را باز کرد داخل اتاق یک تخت بود یک میز یک صندلی و لغمه های نیمه جویده غذایی غیرقابل تشخیص در یک بشقاب. بابا پشت به ما ایستاده بود و از پنجره بیرون را نگاه می کرد. انگار داشتم در زمستان یک درخت لخت را تماشا می کردم. دکتر گرگ گفت پسرت اومده دیدنت مارتین. وقتی برگشت ناخداگاه ناله کردم. انگار تمام استخوانها و عضلات صورتش را بیرون کشیده بودند. پرسیدم حالت چطوره؟ انگار بار اول بود همدیگر را می دیدیم. با نگاه حیران مادری که تازه وضع حمل کرده یک قدم برداشت سمتم. روزه سکوتش را با دیدن من شکست. گوش کن جسپر. تو نمیتونی نفسهای پیرت رو بکشی. اونا توی گورای دست جمعی روی هم زنده به گور میشن و منتظر یه فرصت میمونن برای رستاخیز. و بعدش به این خاطر که قبلا یه بار مردن مثل یه زامبی افسار تو به دست میگیرن چون خودشون هم زامبی هستن میفهمی چی میخوام بهت بگم تمام اشتباهات گذشتت دوباره زنده میشن نگاهی به دکتر گرگ انداختم و گفتم مگه نمیخواستین حرف بزنه بفرمایین تحویل بگیری. پدرم به نشانه اعتراض لبش را مکید. رفتم پیشش و در گوشش گفتم باید از اینجا بیای بیرون بابا. منو بردن خونه دولتی وحشتناکه. هیچ حرفی نزد. دکتر گرک هم چیزی نگفت. نگاهی به اتاق انداختم و آنجا به نظرم بدترین محیط برای عقل فروپاشیده آمد. چون به ذهن اجازه می دهد بیشتر فکر کند و اگر این نوع از بیماری دلیلی هم داشته باشد این دلیل بیش از حد فکر کردن است تفکر زیاد مغزش را خراب کرده بود دوباره به دکتر گرگ نگاه کردم به میز تکیه داده بود انگار داشت تو آسری را تماشا میکرد که هیچ کدام از بازیگرانش نمیدانستند چه موقع باید دیالوگ بگویند گفتم برات یه چیزی آوردم و کتاب معما را دادم دستش نگاه اندوهگینی به من انداخت و بعد شروع کرد ورق زدن کتاب و صدای هوم درآوردن با صدای خشدار زمزمه کرد مداد و بیان که سرش را بالا بیاورد دستش را دراز کرد به دکتر خیره شدم تا اینکه بالاخره با بیمیلی دستی به جیبهایش کشید و مدادی پیدا کرد و جوری با احتیاط داد دستم انگار قمه است. دادمش به بابا. کتاب را باز کرد و مشغول اولین مار پیچ شد. دلم میخواست حرفی بزنم و با اینکه ازم تشکر نکرده بود هیچ چیزی جز این به ذهنم نرسید. خواهش می وقتی تمامش کرد به خودش گفت تمام. دکتر گرگ گفت مارتین. بابا جا خورد و کتاب را ورق زد و مشغول مارپیچ دوم شد. از جایی که ایستاده بودم مارپیچ را برعکس می دیدم و برای همین سرم گیج می رفت. بعد از یک دقیقه گفت خیلی آسون بود و دوباره ورق زد و رفت سراغ سومی رو به هیچ کس گفت هر چی جلوتر میری سختتر میشن حالا به شکلی بی اختیار به معماها حمله میکرد دکتر گرگ نگاهی به من کرد که فکر کنم معنایش این بود چرا به آدمی که مشکل روانی داره یه دفترچه پر از معما دادی به خودم گفتم کاش همان اولین مجله ای را که به ذهنم رسید بر می داشتم گفتم ادی گفت هر وقت اومدی بیرون میتونی برگردی و کارتو شروع کنی بابا بی این که نگاهم کند گفت بی پدر با اینکه زدی کلوپش رو داغون کردی بازم باهات خوبه اولین روزی که تو پاریس دیدمش اول به هم پیشنهاد پول داد بعد پیشنهاد کار بعد برام کار پیدا کرد بعد دنبالم اومد استرالیا و به من پول داد تا بتونم از تو نگهداری کنم خیلی نه صد دلار امروز صد دلار فردا ولی همیشه کمکم کرده دکتر گرگ گفت به نظر میاد دوست خوبی داری بابا قاطی کرد تو چی میفهمی فکر کردم گفتگو دیگر بس است نزدیک بابا شدم و دوباره در گوشش حرف زدم ازت میخوام از اینجا بیای بیرون منو بردن خونه بچه های بی پرست. حرفی نزد. رفت سراغ آخرین مارپیچ کتاب و مشغولش شد. دروغکی گفتم خیلی خطرناکه. یه یارو به هم نظر داره. باز هم حرفی نزد. فقط اخم کرد. نه به خاطر دروغ ناخوشایندی که گفتم به خاطر سختی معمایی که داشت حل می کرد. دکتر گرگ دخالت کرد. نمیخوای به پسرت نگاه کنی مارتین؟ میدونم چه شکلیه. قشنگ معلوم بود میان مایگی عذاب آور دکتر گرگ داشت پدرم را خفه می کرد. دکتر داشت روی زمین نور ندیده ذهن پدرم با چکمه های گلی راه می رفت. همه چیز را لگد می کرد ولی هیچ چیز نمی فهمید. همانطور که گفتم بابا دوست داشت فروید و یونگ انگولکش کنند تا اگر نمی توانستند، گواهی بر جنونش پیدا کنند ادعا کند نابقه کشف نشده را در دیوان خانه دولتی حبس کردند تا بپوسد. هنوز نتوانسته بود معمای آخر را حل کند. مدادش تکان تکان میخورد ولی مدام به بنبست میرسید گفت این چه گوهیه چنان دندان قروچه میکرد که صدایش را ما هم میشنیدیم مارتین بهتر نیست کتاب و بذاری زمین و با پسرت حرف بزنی تو خفه شو ناگهان از جا بلند شد و پا بر زمین کوبید. صندلی برداشت و بالای سرش برد. چنان نفس نفس میزد که بدنش بالا و پایین میرفت. داد زد: منو از اینجا ببرین بیرون و صندلی را در هوا تکان داد. دکتر گرگ داد زد: بزارش زمین، نترس ترس جسپر. با اینکه کمی ترسیده بودم گفتم: من نترسیدم. بابا، عوضی بازی در نیار. بعد نگهبان ها آمدند. عین فیلم ها. یکیشان دوید و پدرم را گرفت و خواباندش روی میز. یکی دیگر مرا گرفت و از اتاق هل داد بیرون. هنوز پدرم را از پنجره کوچک روی در می دیدم. روی میز هشت داشته بودند و پرستاری سوزنی در دستش فرو کرد. لگد می پراند و داد می هرچه در آن سرنگ بود زیاد برای اثر کردن عجله نداشت. متابولیسم لجباز و تحریک شدهش واکنش نشان نمیداد. تلاتومش بیش از اندازه شدید بود. بعد یکی از نگهبانها آمد جلوی پنجره و دیگر چیزی ندیدم. فکر کردم وقتی آخر و زمان فرا برسد به طور حتم یک نفر با موی بلند جلویم خواهد ایستاد. بالاخره رفت کنار و پدرم را دیدم که تلو تلو می خورد و توف از دهانش می ریزد. بعد از چند اسپاسم آرام شد و دکتر گرگ آمد تا با من صحبت کند. صورتش سرخ و عرق کرده بود و پشت چشمانش متوجه نشاتی نامحسوس شدم. انگار داشت به خودش می گفت اصلا به خاطر همینه که اینجا هستم. داد زدم نمیتونین اینجا نگهش دارین. راستش میتونیم. یک سری کاغذ نشانم داد. یک عالم چرت و پرت حقوقی. یک کلمهش را نفهمیدم. خیلی خسته کننده بود. حتی فونتش هم حوصله آدم را سر میبرد. برد. ببین دکتر باید چی کار کنم که از اینجا بیارمش بیرون هیچی باید بهتر از الانش بشه اه میشه یک کم دقیق تر بگی؟ متعادل تر باید مطمئن بشیم آسیبی به خودش تو و بقیه نمیزنه. چطوری میخواین اینو بفهمین؟ الان دقیق جوابم بده. باید مجبورش کنیم با من حرف بزنه. باید مرتب دارو مصرف کنه تا به تعادل برسه. اما تمام این کارا زمان بره. بله. تمام اینا یک شبه اتفاق نمیافته. حدودا چقدر طول میکشه؟ نمیدونم جسپر شش ماه یه سال دو سال خودت یه نگاه بنداز پدرت از دست رفته اما من الان باید چه غلطی بکنم تو یتیم خونه زندگی کنم هیچ فامیل نزدیکی نداری بری پیشش؟ نه. خاله امو مردن. پدر بزرگ و مادر بزرگ مردن مردن همه خیر سرشون مردن. متاسفم جسبر. اما این چیزی نیست که سری به نتیجه برسه. اما باید برسه. اما من نمیدونم باید چه کار کنیم. گفتم برای اینکه تو یه احمقی و دویدم توی راه رو در راه برای فکر کردن به ناله هایی که از هر دو سویم بلند بود توقف نکردم در سالن انتظار خانم فرنج داشت با دقت ناخونهایش را وارسی می کرد. مثل کسی که دوست ندارد با افکارش تنها بماند. ناخونها راه فرارش بودند. او را با ناخونهایش تنها گذاشتم و یواشکی وارد آسانسور شدم. وقتی داشتم میرفتم پایین به تمام آدمهایی فکر کردم که شنیدم متکبرانه خود را دیوانه میخواندند و برایشان بدبختی و بدبختی و بدبختی آرزو کردم. سوار اتوبوسی شدم که میرفت سمت خانه. وقتی پیاده شدم بقیه ی مسافرها به همان خستگی اول بودند. درباره مشکلم فکر کردم. این بیمارستان به جای اینکه جاده ای باشد به سمت سلامت تنها فساد جسم و روح و روان پدرم را تسریع می کرد. و اگر قرار بود بهتر شود باید از آنجا خارج میشد ولی برای اینکه بتواند از آنجا بیاید بیرون باید اول خوب میشد برای خوب کردن او باید دقیقا میفهمیدم چه چیزی او را بیمار کرده باید عواملی را که باعث شده بود خود را بی کند شناسایی می کردم. در آپارتمان دنبال آخرین یادداشت‌های پدرم گشتم. دنبال راه حلی بودم و هیچ چیز بهتر از نوشته های خودش نمی توانست کمکم کند. ولی نتوانستم پیدایشان کنم. نه توی کمد بودند و نظیر تخت و نه پوشیده در پلاستیک داخل مخزن سیفون مخفیگاه های همیشگی بعد از یک ساعت که همه جا را به هم ریختم به این نتیجه رسیدم اصلا در خانه نیستند باهاشان چه کار کرده بود دوباره اتاق خواب را زیر و رو کردم و بی نظمی آنجا را از شکلی به شکل دیگر درآوردم. خسته روی تختش دراز کشیدم. فضا بوی سقوط پدرم را میداد و تمام تلاشم را کردم تا از این فکر چسبناک که کل این ماجرا شروع پایان نیست و پایان قطعی و محتوم پایان پایان است اجتناب کنم کنار تخت کارپوستالی از آنوک بود روی عکسی از شالی کارها با حروف قرمز نوشته بود بالی طرف دیگرش نوشته بود شما دوتا تعطیلات لازم دارید همین. معلوم است که لازم داشتیم. قلط زدم. یک چیزی در بالشش رفت توی سرم. بالش را تکان دادم و یک دفترچه سیاه افتاد بیرون. صد و چهل صفحه بود تمام شماره خورده. تنها کسی که می توانست پدرم را نجات بدهد خودم بودم و نقشه فرار هم توی این دفترچه بود. مشکل اینجا بود که ورود به ذهن پدرم خطر داشت. چون طرز تفکرش احاطه میکرد می کرد آن هم نه تدریجی و بیخبر. سریع و ناگهانی مثل بسته شدن یک تله زنگ زده خرس. باید روشی دفاعی پیش می گرفتم. باید نوشته های پدرم را با دید تنز می خاندم. شروع کردم. همانطور که انتظار داشتم خواندن دفترچه تجربه‌ای بود به قایت آزار دهنده. از سفری به درون جنون و از همپاشیدگی چه انتظار دیگری می شود داشت دوبار خواندمش سرخوردگی های عمومی بود مثلا صفحه 88 وقت آزاد زیاد دارم وقت آزاد باعث می شود آدمها فکر کنند. تفکر باعث می شود مردم به شکل بیمارگونهی متوجه خود شوند و در صورتی که بی نقص و بی چون و چرا نباشی این در خود فرو رفتن منجر به افسردگی می شود. برای همین است که افسردگی دومین بیماری شایع جهان است. بعد از خستگی چشم ناشی از تماشای سایت های مستحجن اینترنتی. و چیزهای اذیت کننده که در صفحه 21 در مورد من نوشته بود. بیچار جسپر تظاهر به خواندن می کنم و خوابیدنش را تماشا می کنم. فکر نمی کنم هنوز درک کند که هر روز تلنبار دقیقه هایش سبکتر می شود. شاید باید با من بمیرد. و چیزهایی درباره خودش. مشکل من این است که نمی توانم خودم را در یک جمله خلاصه کنم. تمام چیزی که می دانم این است که چه کسی نیستم. همچنین متوجه شدم که بین بیشتر مردم توافقی زمنی وجود دارد تا خود را با محیط پیرامونشان هماهنگ کنند. من همیشه این نیاز را حس کردم که علیه محیطم تقیان کنم. برای همین است که وقتی سینما می روم و پرده تاریک می شود با تمام وجود دلم می خواهد یک کتاب باز کنم و بخوانم. خوشبختانه همیشه یک چراغ قوه جیبی همراه هم هست. جای جای دفترچه از تمایلش به پنهان شدن حرف زده بود. از میلش به تنهایی و انزوا اینکه جایی باشد که نه صدایی باشد و نه آدمی همان و راجی های همیشگیش ولی نکته شگفتآور اشاراتی بود به خود بزرگ پنداریش که تا آن موقع نشانه ای از آن ندیده بودم. بخش هایی در دفترچه بود که درشان از تمایلش برای سلطه بر دنیا و تغییرش گفته بود. ظاهرا این شکلی از تکامل در افکار بیمارش بود که نور جدیدی برای تمایل همیشگیش به انزوا می افکند. حالا میفهمیدم که در قصر تنهاییش همواره در تدارک نقشه حمله بوده برای نمونه هیچ سفر سمبولیکی در یک آپارتمان اتفاق نمی افتد. هیچ استعارهی در رفتن به آشپزخانه وجود ندارد. هیچ سعودی نیست، هیچ حبوتی نیست، فضایی نیست، عمودیتی نیست کیهانیتی نیست ما یک خانه جادار احتیاج داریم ما تاقچه و اشکاف و کنج و سوراخ و اتاق زیر شیروانی و راه پله و زیر زمین لازم داریم. ما یک توالت دیگر نیاز داریم. اینجا امکان تبدیل من از مرد اندیشه به مرد عمل وجود ندارد. دیوارها بیش از حد به سرم نزدیکند و چیزهایی که حواسم را پرت می کنند بسیار. سرسدای خیابان، زنگ در، تلفن، من و جسپر باید برویم به قلب طبیعت تا بتوانم نقشه های هدف بزرگم را که به صورت تخم هستند بگذارم. خودم هم هنوز مثل تخم مرغم. من مردی نیمه هستم و اگر بخواهم در گوش طلایی زمزمه کنم و چهره این کشور را تغییر دهم جایی برای تمرکز عمیق نیاز دارم امرسون درک می کرد گفته هر لحظه ای که با کسی ملاقات می کنیم بدل به یک جوز می شود مشکل من همین است من یک چهار روم کسی هستم که باید باشم. شاید حتی یک هشتم. بعد گفته وقتی وارد دنیا می شویم صداهایی که در انزوا می شنویم ضعیف و غیر قابل شنیدن می شوند. این دقیقا مشکل من است من صدای خودم را نمی همچنین گفته ساده است زندگی مطابق نظر دنیا ساده است در انزوا زندگی کردن مطابق میل شخصی ولی مرد بزرگ کسی است که در میانه جمع قادر است از استقلال و تنهاییش لذت ببرد من قادر نیستم بار دوم که نوشته هایش را خواندم نقل قولی پیدا کردم که جان کلام بود جوری که داد زدم آها صوتی که نه قبل از آن از دهانم خارج شده بود و نه بعد از آن خارج شد این بود در صفحه 101 پاسکال نوشته در جریان انقلاب فرانسه تمام دیوان خانه ها تخلیه شدند دیوانه ها ناگهان معنایی در زندگیشان پیدا کردند دفترچه را بستم و رفتم سمت پنجره و به خطوط در همه سقف ها و کوچه ها و خط آسمان شهر نگاه کردم. بعد چشم به آسمان گرداندم. رو به ابرهایی که بر آن می‌رقصیدند. احساس کردم نیرویی جدید وارد بدنم شده. برای نخستین بار در زندگیم دقیقا میدانستم چه باید بکنم اتوبوس سوار شدم و رفتم خانه ادی از مسیر باریک پرپیچ و خمی که از میان جنگل های پرهزینه سرخص میگذشت به خانه سنگی ادی رسیدم. زنگ زدم. صدای زنگ از بیرون شنیده نمیشد. ادی احتمالا کلی پول از کلوبهایش درآورده بود فقط پولدارها می توانند تا این حد بی صدا باشند. سکوت به خاطر قطر در است و هرچقدر بیشتر پول داشته باشی در خانه چاقتر است. راه و روش دنیا چنین است فقرا لاغرتر و پولدارها چاقتر میشوند ادی در را باز کرد داشت مویش را شانه میکرد قطرههای درشت ژل از شانهاش پایین میافتاد بویشان را حس میکردم یک راست رفتم سر اصل مطلب تو چرا همیشه با بابام خوب بودی منظورت چیه تو همیشه بهش پول دادی باهاش مهربون بودی چرا بابا میگه از همون روز اولی که توی پاریس دیدیش شروع شده اینجوری گفته آره من نمیفهمم چی رو میخوای بدونی خیرخواهی تو رو چی پشتشه؟ صورت عدی در هم رفت. وقتی داشت دنبال کلمات مناسب میگشت، شانه زدنش را تمام کرد. بعد از اینکه به سوال اولم جواب دادی به این یکی هم جواب بده. چرا همیشه از ما عکس میگیری؟ از ما چی میخوای؟ هیچی نمیخوام. پس فقط دوستی صرفه؟ معلومه. پس اگه ازت بخوام یه میلیون دلارم حاضری به ما بدی؟ یه میلیون خیلیه. خب چقدر میتونی بدی؟ نمیدونم. شاید یه شیشم پولی رو که گفتی. یعنی چقدر؟ نمیدونم. بابام پس انداز کرده. نمیدونم چقدر ولی میدونم کافی نیست. برای چه کاری کافی نیست جسپر؟ برای کمک بهش. من بهت قول میدم جسپر هر کاری بتونم میکنم یا هر چقدر پول لازم باشه بهت میدم. یعنی تو حاضری یک ششم یک میلیون دلار بدی؟ اگه به درد خودت و پدرت میخوره آره تو دیوونه ادی ای اونی که توی تیمارستانه من نیستم یک آن از اینکه با ادی تند حرف زدم حس بدی به هم دست داد واقعا آدمی استثنایی بود و کاملا روشن بود دوستیش با پدرم برایش دنیایی ارزش داشت حتی به نظرم رسید این دوستی برایش چنان کیفیت معنوی عمیقی دارد که حتی با وجود نفرت عمیق پدرم از او باز هم ای به آن وارد نمی شود. وقتی برگشتم تیمارستان دیدم پدرم را در همان اتاق زیتونی رنگ به تخت بستند. نگاهش کردم. چشمانش مثل تیله هایی که در یک استکان انداخته باشند در سرش تکان میخوردند. خم شدم و در گوشش زمزمه کردم. نمیدانم میشنید یا نه. ولی من اینقدر حرف زدم که صدایم گرفت. بعد یک صندلی گذاشتم کنارش و سرم را روی شکمش که بالا و پایین میرفت گذاشتم و خوابیدم. وقتی بیدار شدم دیدم یکی رویم پتو انداخته و صدایی گرفته به گوشم خورد. نمیدانم پدرم تکگوییش را کی شروع کرده بود. ولی حالا در میانه یک جمله بود. و برای همین بود که میگفتند معماری در حقیقت باز تولید کائناته و تمام کلیساها و دیرهای کهن مشغول تلاشی الهی برای بازسازی بهشت بودن چی؟ چه خبره؟ حالت خوبه؟ فقط می توانستم شکل عجیب سرش را ببینم سعی می کرد بیاوردش بالا ایستادم چراغ را روشن کردم و تسمه هایی را که باهاشان او را به تخت بسته بودند باز کردم سرش را به این طرف و آن طرف تکان میداد و گردنش را امتحان می کرد. جسپر ما دنیایی بر اساس طراحی خودمون میسازیم که کسی توان ورود به اون رو نداره مگه اینکه خودمون دعوتش کرده باشیم. ما دنیای خودمون رو میسازیم خب یه خونه تنها کاری که باید بکنیم طراحیشه نظر چیه گفتم عالیه میدونی چیه جسپر من میخوام این رویای تو هم باشه می خوام کمک کمکم کنی ایده های تو رو لازم دارم گفتم باشه حتما عالیه جواب داده بود پدرم در میانه طوفان شن پروژه جدیدی یافته بود تصمیم گرفته بود یک خانه بسازد با راهنمایی خودش هرچه کتاب درباره تئوری و تاریخ معماری وجود داشت خریدم از جمله کتاب‌های قطوری در مورد خانه‌های جانوران، لانه پرندگان، سد سگ آبی، کندوی زنبور اصل و تار بود. با خوشحالی کتاب‌ها را از من می‌گرفت. داشتیم ظرفی برای ارواح کپک زده من می‌ساختیم. دکتر گرگ آمد و متوجه انبوه کتاب های معماری شد. اینجا چه خبره؟ بابا با افتخار ایدهش را توضیح داد. رویای بزرگ استرالیایی آره؟ ببخشید؟ گفتم میخوای رویای بزرگ استرالیایی رو دنبال کنی؟ به نظرم خیلی فکر خوبیه. منظورت چیه؟ یعنی یه رویای اشتراکی وجود داره؟ چرا هیچ کس به من نگفته بود؟ دوباره بگو؟ اینکه یه خونه از خودت داشته باشی. خونه از خودم داشته باشم؟ رویای بزرگ استرالیایی اینه؟ میدونی که هست. یه دقیقه سب کن. ما ترکیب رویای بزرگ آمریکایی رو برنداشتیم که اسم کشورمون رو جایگزین آمریکا کنیم؟ دکتر گیرگ نگران گفت فکر نکنم. بابا گفت هرچی شما بگی و چشمانش را جوری چرخاند که هر دوی ما ببینیم. یک هفته بعد دوباره برگشتم. کتابها باز بودند و ورق های کنده شده همه جا پخش. وقتی وارد اتاق شدم پدرم سرش را مثل بادبان برافراشت. خوشحالم که اومدی. نظرت درباره بازنمود بهشت سمبولیک رحم چیه؟ یه خونه بزرگ و براق که بتونیم خودمون رو توش دفن کنیم و توی خلوت واقعی بپوسیم. گفتم خوبه. و پشته کتاب را رو از روی صندلی برداشتم تا بتوانم بنشینم. بگو ببینم اینایی که میگم برات معنایی دارن یا نه؟ قصر فرانسوی، کلبه انگلیسی، ویلای ایتالیایی، دژ آلمانی، سادگی روستایی راستش ندارد. ولی سادگی هندسی باشه، از لحاظ بنیادی ساده، بدون جزئیات، شلوغ متظاهرانه و جلف بدون بیسلیقگی معیوز کننده. هر جور تو دوست داری. از همه مهمتر من هیچ چیز زاویه داری نمیخوام. پس شاید کاملا مدور باشه. فکر خوبیه. واقعا دوست داری توی یه گوی زندگی کنی؟ آره خوبه چیزی که ما میخوایم جسپر یکی شدن با طبیعت پیرامونه یه سنتز ارگانیک این چیزیه که دنبالشی داخلش هم دو اتاق خواب یه آشپزخونه و یه تاریک خونه نه برای ظاهر کردن عکس فقط برای اینکه بتونیم توی تاریکی بشینیم دیگه چی بیا راجه به آستانه حرف بزنیم. راجع به چی؟ ورودی خونه. منظور در خونه است؟ چند بار باید بگم؟ یه بار بسته. چشمان پدرم باریک شدند و گوشه های دهانش به سمت پایین رفتند. اگه بخوای اینجوری برخورد کنی تمام نخشه هامو میریزم تو سطل آشقال. چطوره بریم توی قار زندگی کنیم؟ قار؟ فکر کنم راجع به زندگی توی سمبول رحمی به توافق رسیدیم. بابا، خیلی خوب، اگه مثل مرلین توی تنه درخت زندگی کنیم چطور؟ یا سب کن میتونیم توی درخت یه سری سکو بسازیم نظرت چیه جسپر؟ ما توی درخت زندگی بکن هستیم؟ نه از کی دوست نداری در لذت پربرگ زندگی کنی؟ دکتر گیرگ آمده بود توی اتاق. جوری با لذت به ما خیره شده بود. انگار قاضی القضاتی بود که داشت پشت چراغ قرمز چند نئونازی را در حال شستن ماشینش تماشا می کرد. بیا یه خونه عادی داشته باشیم بابا. یه خونه خوشگل معمولی. حق داری. لازم نیست زیاد روی کنیم. باشه. کدوم ترجیح میدی؟ یه خونه عادی مکعبی یا یه خونه عادی استوانه ای؟ آه کشیدم. مکعبی تا حالا برج سامره رو توی عراق دیدی؟ نه تو دیدی؟ باشه یه دشواری ساختاری هست که باید بهش غلبه کنیم من میخوام تنین قدم های خودم رو بشنوم ولی مال تو رو نه اینو چی کار کنیم؟ نمیدونم خیلی خوب بیا راجع به سقف حرف بزنیم. سقف بلند دوست داری؟ معلومه کی ممکنه از سقف کوتاه خوشش بیاد؟ اونایی که میخوان خودشونو دار بزنن. یه دقیقه سب کن بذار ببینم. بابا کتابهایش را ورق زد. چادر سرخ پوستی؟ ولم کن بابا چه بلایی سر مغزت اومده؟ خیلی پرت و پلا میگی. راست میگی راست میگی باید تمرکز کنیم باید معقول باشیم باید منطقی باشیم بیا منطقی باشیم هدف ذاتی طراحی خونه چیه رفع نیازهای جسمانی خوردن و خوابیدن و دفع کردن یعنی راحتی و کار کرد و بهرهوری ولی نیازهای روانی چی مگه همونقدر اهمیت ندارن به نظرم نباید خودمونو با انسانهای اولیه متفاوت فرض کنیم. هدف ما باید بقا در آب و هوای سازگار و دور کردن دشمنان طبیعی باشه. عالیه فقط یادت باشه جسپر که شکل زیستگاه ما تاثیر خیلی زیادی روی رفتارمون داره. باید حواسمون باشه. ایگلوی اسکیموها چطوره؟ نه. یه خونه چرخدار، یه پل متحرک، یه خندق. نه نه بابا، داری از کنترل خارج میشی. باشه باشه، هر چی تو میگی. یه کار ساده میکنی. فقط تنها چیزی که روش اصرار دارم اینه که ایدئولوژی پشت طراحی خونه ما باید اون زربال قدیمی ایتالیایی باشه. کدوم زربال مسل؟ این که بهترین زره در تیر رس نبودنه. این حرفهایش داشت نتیجه عکس میداد. دکتر گرگ با چشمانی نیمه باز و قضاوتگر این جلسات تبادل افکار ما را تماشا می کرد. پدرم ایده پشت ایده صادر می کرد ولی به شکل ناخوشایندی داشت از افسردگی شیدایی به وسواس فکری عملی می رسید. در این بین تصمیم گرفتم مطیع باشم و نقش یتیم موقتی را بازی کنم. برای همین برگشتم خانه کودکان از دست رفته. کار عاقلانه ای بود. چون اگر گریز پایی می کردم هر بار که به دیدن پدرم به بیمارستان می رفتم کمینم را می کشیدن و وارد شدن به تیمارستان به اندازه فرار از آن سخت می شد. همچنین مجبور شدم دوباره برگردم مدرسه. خانم فرنج هر روز صبح مرا رو با ماشین می برد مدرسه و در طول روز مواظب بودم چیزی در مورد سقوط پدرم و اینکه جفتمان در خانه مختص تخم مرغ های ترک برداشته زندگی می کردیم، نگویم. حرف زدن درباره اینها به معنای تسلیم شدنم. در برابر واقعیت بود. رفتارم عادی بود. البته هر بعد از ظهر بازگشت به خانه برای خودش کابوسی بود. هیچ کس در آن خانه تمایلی به کودک آزاری و کودک نوازی نداشت. بالاخره اینقدر حوصلم سر رفت که تسلیم کنجکاویم شدم و پای حرف های بقیه بچه ها نشستم. داستان زندگی تک تکشان از من وحشتناکتر بود که همین باعث شد دیگر نتوانم برای خودم دل بسوزانم. اینجا بود که به ته خط رسیدم. تنها چیزی که داشتم دلسوزی برای خودم بود، که آن هم از دستم رفت. و از همه بدترین بود که احمقهای تیمارستان به پدرم اجازه داده بودند از تلفن استفاده کند. جواب می دادم و در تمام مدت از مکالمه های این چنینی عذاب می کشیدم. صدای من الو صدای بابا یه مشکل فضایی چطور خونه را طراحی کنیم که برای خودمون راحت باشه ولی برای مهمونا به قدری ناراحت باشه که مجبور باشن بعد از چهل و پنج دقیقه ترکش کنن من نمیدونم بابا جسپر این یه تمرین عملی و مشکله شوخی بردار نیست یه چیزیه که بازتاب شخصیت منه. نه موقعیت بغرنجم، دروغم که البته شخصیتمه. و رنگش من میخوام سفید باشه. سفید کور کننده. من تو رو خدا میشه یه کار عادی بکنیم؟ بابا باهات موافقم. ما یه چیز ساده لازم داریم که مشمول فرسودگی بشه. چیزی نمیخوایم که بیشتر از خودمون ماندگاری داشته باشه. من باشه. بابا فضای باز برای زندگی. نه نه این باعث میشه آدم از صمیمیت فاصله بگیره. نه سب کن. خوبه میخوام سکوت طولانی. من بابا هنوز هستی؟ بابا میدون گاوبازی کلیسای گوتیک کلبه کاهگلی من قرصاتو خوردی؟ بابا تاقچم نمیخوام همیشه منو یاد ظرفایی میندازه که توش خاکستر آدم نگه میدارن من ای خدا باشه بابا کدومو ترجیح میدی؟ ایوون یا بالکن؟ اصلا چه فرقی با هم دارن؟ سب کن برام مهم نیست هر جفتشو میسازیم یه چیز دیگه هم بهت بگم جزئیات تزئینی برن به درک ما خودمون جزئیات تزئینی هستیم بعد گوشی را گذاشتم و از اینکه پدرم را به راهی فرستاده بودم که جز ویرانی مقصدی نداشت، خودم را لعنت کردم. این مکالمات مرا برای تغییر ناگهانی در شرف وقوع آماده نکردند. یک روز رفتم ملاقات پدرم و از دیدن اینکه تمام کتاب ها را مرتب روی هم چیده بود جا خوردم. تمام طراحی های غیر عادی ناپدید شده بودند و وقتی در آن اتاقی نشستم که به شکل غریبی منظم بود یک کاغذ داد دستم که رویش طرحی بود بی اندازه عادی از یک خانه بی اندازه معمولی نه خندق نه پل متحرک نه استالاگ میت نه میدان گاوبازی نه سرسره های اندرونی نه شیار نه قار زیرابی یک خانه عادی ساختارش روشن و ساده بود یک ساختار جعبه کلاسیک با فضای زندگی در مرکز و اتاقهای متعدد. بالاخره توانسته بود وضعیتش را درک کند. برای ساختن خانه باید از آنجا بیرون می رفت و برای بیرون رفتن باید ثابت می کرد عقلش سالم است و می تواند وارد جامعه شود. پس تقلب کرد. احتمالا برایش دوران سختی بود دورانی که تقلا میکرد کرد خودش را عادی نشان بدهد کارش را با صبات قدم انجام داده بود درباره رویای بزرگ استرالیایی حرف زده بود و نرخ بهره و قسط وام و تیمهای ورزشی و دورنمای شغلیش نسبت به چیزهایی که باعث عصبانیت هموطنانش می شدند خشم نشان داده بود. روابط جنسی در ادارات به خرج مالیات دهنده ها، تمع شرکت ها، طبیعت دوست های امول، ام مجادله های منطقی و قاضی های دل رحم. چنان در ارائه تصویر آقای معمولی موفق شده بود که دکتر گرگ به هیچ کدام از چرت و پرت هایش شک نکرد طوری که بعد از هر جلسه ظاهرا از حس پیروزی باد میکرده و اینطوری چهار ماه بعد از بستری شدنش در تیمارستان مرخص شد من و بابا رفتیم خانه ادی و برای وام پدرم تضمین دادیم. تزمینی که در واقع چیزی بیش از این نبود. پدرم گفت پول داری؟ ادی گفت آره. بابا گفت بهت پس میدم. بعد از سکوتی ناخوشایند دوباره گفت دو برابرش رو بهت پس میدم. خودتو اذیت نکن مارتین. ادی تو که میدونی نیچه در مورد قدر شناسی چی گفته؟ نه مارتی نمیدونم. گفته آدم بده کار دوست داره طلب کارش بمیره. خیلی خوب پسم بده. بعد از اینکه از خانه ادی آمدیم بیرون بابا طرح خانه رویاییش را جرواجر جر کرد چی کار میکنی؟ خندید و گفت سرشون کلا گذاشتم فقط میخواستم اون حروم ها فکر کنن من عادیم ولی الان بهتری مگه نه؟ آره خوبم این فکر خونه ساختن دوباره سر حالم آورد. خب اگه اون نقش قلابی بود پس نقشه واقعی کجاست؟ نقشه ای در کار نیست. ببین واسه چی خودمون رو بیچاره کنیم تا یه خونه برای خودمون بسازیم؟ پس خونه نمیسازیم؟ نه یکی میخریم. باشه عالیه حرف نداره بابا پس یه خونه میخریم پدرم با غرور لبخندی زد و گفت یه خونه میخریم و بعد قایمش میکنیم غروری که در لبخندش بود باعث شد بالاخره بفهمم چرا غرور جزء گناهان کبیره است نیروی نفرت انگیز زهر خندش مرا به این فکر فرو برد که چرا گناهان کبیره در غرور خلاصه نمی شود. آنجوری که می گفت این ایده ناگهانی به ذهنش رسیده بود. کامل و شکل یافته. یک خانه می خریم و در یک مار پیچ پنهانش میکنیم این فکر موقعی که مشغول یک جور بازی تداعی معانی با دکتر گرگ بوده به ذهنش رسیده سلامتی بیماری توپ بیزه ایده پیچیدگی منزل خانه پنهان در هزار توی با طراحی خودم در زمینی وسیع در قلب طبیعت چی؟ هیچی باید برگردم اتاقم میشه بعدا ادامه بدیم اصلا چرا این ایده به ذهنش رسیده بود؟ شاید چون هزار توها همیشه استعاره ای آسان فهم برای روح یا وضعیت انسان یا پیچیدگی یک روند یا مسیر رسیدن به خداوند بودند. نمیتوانستم هیچ کدام از اینها را بپذیرم چون زیادی متعالی بودند و اگر فقط یک چیز میدانستم این بود که انسانها کارهایشان را به دلایل متعالی انجام نمی دهند. ممکن است بعضی کارهایشان متعالی باشد ولی دلایل آن کارها متعالی نیست. نه این ایده مسخره از کتابی که به او هدیه داده بودم می آمد. کتاب معماها. ناتوانی در کامل کردن جدولی کودکانه عصبانیش کرد و در ذهنش ماند و ایده خانه سازی و مارپیچ با هم ترکیب شدند و یک ایده واحد شکل دادند بابا نمیشه مثل همه خونه بخریم و قایمش نکنی؟ نه هیچ کس نمی توانست این فکر را از سرش بیرون کند نه من نه ادی و نه دکتر گرگ که وقتی پدرم برای معاینه هفتگی پیشش رفت حقیقت را متوجه شد روک به پدرم گفت هزار تو رویای بزرگ استرالیایی نیست که حق با او بود واقعا نیست ولی نهایتا کسی خیلی هم با او مخالفت نکرد. چون فقط من می دانستم به هر قیمتی شده ایده اش را عملی خواهد کرد. کلی زمین اطراف سیدنی دیدیم و هر بار پدرم روی خطوط مشخص کننده ی حریم زمین راه می رفت. گیاهان و بوته ها را بررسی می کرد و با سرتکان دادن درختان و فضا و توانایی بلقوه برای انزوا را تایید می کرد. خانه ها برایش بی اهمیت بودند. و تنها نگاهی سرسری بهشان میانداخت. مستعمراتی، فدراسیون، ویکتوریایی، مدرن برایش مهم نبود. فقط میخواست خانه از تمام جهات با گیاهان انبوه احاطه شده باشد. میخواست درختان و بوتهها و صخره با هم یکی شده باشند. گیاهانی چنان انبوه که حتی بدون دیوارهای هزار تو چشمنداز طبیعی تقریبا غیر قابل عبور باشد. وقتی دنبال زمین مناسب میگشتیم، دهها مارپیچ مار پیچ جمع کرد. از کتابهای جدول تا دست نوشته های قدیمی از مصر تا انگلستان قرون وسطا ازشان به عنوان منبع الهام استفاده می کرد. نمی خواست یکی را عینا تقلید کند. سخت تلاش می کرد با مداد الگوی پیچیده و قابل اجرا از تصوراتش خلق کند. این اولین قدم بزرگش بود در تغییر جهان موجود به کمک مغزش. برای همین نسبت به ساختار خانه وسواس داشت هم باید در حریم امن مارپیچ محافظت میشد و هم باید نقش قصری برای تفکر را بازی میکرد جایی که پدرم بتواند داخلش بگردد و نقشه بکشد پایگاهی برای عملیاتش که نمیدانم چه بود همچنین بومبست ها و مسیرهایی میخواست که مهاجم یا مهمان را در برابر انتخاب مسیرهای بیشمار قرار بدهد و باعث شود راهش را گم کند و کارش به گرسنگی و جنون بکشد. شعار جدیدش این بود مسیر غیر قابل گذر شعار من لعنتی چرا؟ چون این طراحی ها کابوس شبانم بودند. انگار تمام فجایع آینده من در این نقشه ها از قبل پیش بینی شده بودند و بر اساس اینکه پدرم کدامشان را انتخاب کند قرار بود فاجعه ای متفاوت را تجربه کنیم. شبها تراحی ها را بررسی می کردم تا بدبختی های محتوم من را پیش بینی کنم. یک روز بعد از ظهر رفتیم تا زمینی در شمال شرقی شهر ببینیم. نیم ساعت راه بود. برای رسیدن به آنجا باید از جاده خاکی و پرپیچ و خم عبور می کردیم که از میان جنگلی سوخته می گذشت. های سوخته هشدار بودند. زندگی در طبیعت یعنی زندگی در منطقه جنگی در دوران آتش غیرقابل غیر قابل اعتماد. زمین انگار اختصاصا برای هدف پدرم ساخته شده بود. انبوه و انبوه و انبوه بود. تپه با شیب زیاد، آبگذرهای پرپیچ و خم، صخره بزرگ، نهرهایی که برای رد شدن ازشان باید تا زانو در آب میرفتی. زمین های پرخس و خاشاک غیر قابل عبور و علف هایی که تا کمر می رسیدند و برای راه رفتن از بینشان به کفشی مخصوص احتیاج بود. وقتی داشتیم زمین را بررسی می کردیم گم شدیم و پدرم این اتفاق را به فال نیک گرفت. روی سراشیبی ملایمی ایستادیم و پدرم به خاک و درختان و آسمان نگاه کرد. بله، حتی خورشید را هم آزمایش کرد. مستقیم به آن چشم دوخت. رو کرد به من و دو انگشت شستش را بالا گرفت. خودش بود. همانی که میخواست. بدبختانه اصلا خانه را نگاه نکرد. اگر به من بود بیرحمانه ردش می کردم. خانه ای بود قدیمی و نیمه ویران و پر از سوراخ سنبه جعبه کفش به آن شرف داشت. مکتش در بوداغان و زشت و زخیم بود و موقع راه رفتن روی زمین پذیرایی آدم حس می کرد روی سینه پشمالو قدم می گذارد. آشپزخانه بوی توالت می داد. توالت پوشیده از خزه بیشتر شبیه یک باغچه بود. باغچه گورستان علف خشک بود. پله مثل استخوان‌های یک مریض روبه موت جیرجیر جیر می کرد. رنگ سقف تبله کرده بود. هر اتاقی که واردش می شدم از قبلی کوچکتر بود و تاریکتر. راه روی طبقه بالا رو به انتها باریک می شد. به قدری که پایانش تقریبا یک نقطه به نظر می رسید. بدتر از همه این بود که برای رفتن به مدرسه باید با هزار بدبختی نیم کیلومتر از مارپیچ عبور می کردم. بعد از جاده خاکی می رفتم سمت نزدیکترین ایستگاه اتوبوس. 20 دقیقه اتوبوس سواری می کردم تا برسم به قطار. بعد باید چهل و پنج دقیقه سوار قطار می شدم تا برسم به ساحل جایی که مدرسم بود. ولی اتوبوس فقط روزی سه بار می آمد. صبح هم یک بار بیشتر نمی آمد و اگر جا میماندم ماندم جا مانده بودم. پدرم گفت به مدرسه همان محل بروم ولی قبول نکردم چون حوصله دشمن جدید پیدا کردن نداشتم. گفتم لاقل با قلدرهای مدرسه خودم آشنا هستم. بابا همان روز رفت محذر و مجبور شدم بپذیرم این دیوانگی واقعا دارد اتفاق می میدانستم چندان در این تبعید دوام نخواهم آورد و به زودی تنهایش خواهم گذاشت. فکر آزار ای که باعث می شد احساس گناه کنم. فکر کنم خودش هم میدانست. بدون اصلاف وقت کارگر آورد و این حقیقت که پدرم از آن آدمهایی نبود که سررشدهی در ساختمان سازی حتی مال خودش داشته باشد باعث نمی شد موی دماغ کارگرها نشود. وقتی تصنیفات عظیمش را به دستشان میداد دندان قروچه میکردند پدرم در ترراحی هایش از جزئیات طبیعت منطقه کمک گرفته بود و میخواست بدون کمترین دستکاری در محیط طبیعی آنجا به هدف مورد نظرش برسد. تعداد مارپیچ ها را رسانده بود به چهار و به جای اینکه در نهایت یکی را انتخاب کند هر کدام را در یک نقطه از زمین جا داد. نتیجه اینکه که چهار معمای به یک اندازه قامز بر زمین تحمیل شد. مارپیچ در مارپیچ و در مرکز خانه نچندان عادی ما وارد جزئیات خسته کننده نمی شود. منطقه بندی، آینامه های ساخت و ساز، مرز بندی، مشکلات پیشبینی نشده مثل تگرگ شدید و ناپدید شدن مرموز همسر یکی از کارگرها. ولی این را می گویم که دیوارهای هزار تو از تعداد بیشماری سنگ کوچک و بزرگ، گرانیت و هزاران هزار قطعه آجر ساخته شد. از آنجایی که پدرم به کارگرها اعتماد نداشت نقشش را به چند بخش تقسیم کرد و هر بخش را برای ساخت به گروهی متفاوت سپرد. خود کارگرها اغلب میان هزاران کوچه و مسیر هزار تو گم می شدند. و ادی هم اغلب در مهمانی های جستجوی ما شرکت می کرد. همیشه وقتی کارگر عصبانی را پیدا می کردیم ازش عکس می گرفت. کم کم دیوارهای سنگی بلند و حصارهای عظیم شکل گرفتند و خانه از دید پنهان شد. ترکیبی از خانه و صدف به لحاظ روانی بقرنج تقریبا غیر قابل دسترس به خانه اسباب کشیدیم قربانیان راضی تخیل بیحد و مرز و خطرناک پدرم وقتی آنوک از بالی برگشت از اینکه این همه اتفاق را از دست داده بود بیشتر عصبانی شد تا متعجب فروپاشی روانی پدرم خانه کودکان بی سرپرست بیمارستان روانی و ساختن این خانه شنی ولی به شکلی باور نکردنی دوباره برگشت سر کارش انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. بابا را مجبور کرد یک جور آیفون نصب کند تا خودش و دیگر ها بتوانند ورودشان را خبر بدهند و یکی از ما برود و از میان ها به سمت خانه مستحکممان هدایتشان کند. من هیچ وقت این زن را درک نکردم. ولی اگر دوست داشت در جایی پر از سرگردانی های بی پایان آشپزی و نظافت کند برای چی باید جلوهش را می گرفتم؟ این جایی بود که در آن زندگی می کردیم. از همه چیز جدا بودیم و تنها صداهای طبیعت بود که ما را تسکین میداد. تحریک می کرد یا می ترساند. هوای اینجا متفاوت بود و من خودم را قافل گیر کردم عاشق آرامش آنجا شدم برعکس پدرم که عادت کرده بود رادیو را دائم روشن بگذارد برای اولین بار این واقعیت را فهمیدم که آسمان از یک سانتیمتر متر بالای زمین آغاز می شود. صبحها گیاهان بوی خوشبوترین اسپری روی زمین را از خود ساطع می کردند. و خیلی زود با تلاطم رازآلود درختان اخت شدم، که شبیه حرکت در جای مردی بود که داروی بیهوشی زیر دماغش گرفته بودند. گاهگداری آسمان ناهموار میشد. بعضی نقاطش نزدیک به نظر می رسید و بعضی نقاطش دور. شبیه صفری که جمع شده باشد و ناگهان آن را بکشند تا صاف شود. بیدار می شدم و ابرها را می دیدم که تن به برگ درختان می سایدند. گاهی باد به اندازه نفس یک نوزاد ملایم بود و گاهی چنان شدید که درختان را خم و راست می کرد. جوری که آدم فکر می کرد ریشه ندارند و با چسب نواری به زمین بند شدند. احساس می کردم احتمال وقوع فاجعه ضعیف یا حتی ملقا شده. ولی می ترسیدم خوشبینانه به آینده نگاه کنم. یک بار که داشتم قدم می زدم این فکر مثل سیل در سرم سرازیر شد. بزرگترین تفاوت من و پدرم این بود که من سادگی را میپسندیدم و او پیچیدگی را. نمیگویم در رسیدن به سادگی موفق بودم فقط اینکه که ترجیحش میدادم. همانطور که پدرم ترجیح میداد جوری همه چیز را پیچیده و گلالود کند که دیگر نتواند چیزی را درست ببیند. یک روز عصر ته باغ ایستاده بود و بیرون را نگاه می کرد. شبی آبگون بود و ماه لکه ای گفتم به چی فکر می کنی؟ گفت، میخوام قافلگیرت کنم. اما من دیگه قافلگیری نمیخوام. تو جوونتر از اونی که، نه شوخی نمی کنم. دیگه قافلگیری نمیخوام. گفت، دیگه نمیخوام کار کنم. پس چجوری زندگی کنیم؟ نگران اونش نباش؟ غذا و سرپناه و چیکار کنیم؟ سرپناه که داریم. ادی گفت برای گرفتن پولش عجله نداره و با لطف اون ما الان صاحب این ملک هستیم. آنوک چی؟ چجوری میخوای رو بدی؟ اتاق پشتی رو میدم بهش که بکنه کارگاه. یه جایی برای مجسم سازی لازم داره. غذا چی؟ چی بخوریم؟ خودمون غذا کشت میکنیم. استیک؟ قرار استیک بکاریم؟ دارم به تمیز کردن برکه فکر میکنم. در باغ پشت خانه یک برکه به شکل عدد هشت وجود داشت که دورش با سنگ ریزه های سفید پوشیده شده بود. شاید توش چند تا ماهی بندازم. اه نمیدونم چی بگم. ولی این دفعه من به ماهی ها میرسم باشه؟ قبول کردم. همانطور که قول داده بود داخلش سه ماهی ژاپنی نادر انداخت. ماهی قرمز نبودند. ماهیهایی چنان رنگارنگ و بزرگ که به نظرم آمد قبل از به وجود آمدن کوسه های بزرگ سفید پیشرفت ترین ماهیها بودند پدرم روزی یک بار بهشان غذا میداد در مراسمی ساده و جدی پولک ها را به شکل نیم دایره بر سطح آب برکه میریخت یکی دو ماه بعد با آنوک در آشپزخانه بودم و پدرم را دیدم که از یک تشت قاشق قاشق مایه ای سفید میریخت توی برکه. با رضایت سوت میزد. آنوک صورتش را به پنجره فشار داد و بعد با قیافه ای متعجب رو به من کرد و گفت کلوره؟ گفتم برای مایا خوب نیست. آنوک داد زد، مارتین. بابا برگشت. گیج از اینکه چرا کسی دارد سرش داد میزند؟ حتی از آن فاصله میشد، چهره مردی را دید که فروپاشی ذهنش را چشیده، مزهی که هنوز از دهانش نرفته. آنوک فریاد کشید داری چی کار میکنی مردک احمق؟ پدرم جوری زل زده بود انگار آنوک عروسکی پارچه است و حالا با زبان باز کردنش او را ترسانده دویدیم بیرون دیر شده بود ستایی بالا سر ماهی های مرده ایستادیم به پهلو در آب شناور بودند با چشمانی وق زده از ناباوری آنوک گفت میدونی مشکل تو کجاست؟ بابا با صدای ملایم گفت آره فکر کنم بدونم شب از سرما کرخت شده بودم آتش داشت خاموش می شد و برای همین رفتم طبقه بالا و لباس گرم پوشیدم. رفتم توی تخت خواب و چند تا پتو روی خودم انداختم. از تختم نور ضعیفی را می دیدم که از پشت خانه میتابید. رفتم سمت پنجره و بیرون را نگاه کردم. بابا با پیژامه در باغ بود و یک چراغ نفتی در دست داشت که شعلهش در تاریکی می لرزید. داشت برای ماهیهایش سوگواری می کرد. به شکلی نمایشی با احساس گناه به دستانش خیره شده بود. انگار داشت برای اجرای دانشجویی از مکبس تمرین می کرد. مدتی تماشایش کردم. نور لاغر محتاب بر پادشاهی مینیاتوریش میتابید. باد میان درختان میوزید. جیجیرک یک نواخت آواز میخاندن. بابا در برک سنگ میانداخت. احساس انزجار کردم ولی نمی توانستم نگاهش نکنم. پشت سرم خشخش شنیدم. چیزی در اتاقم بود. خفاش، ساریق یا موش. میدانستم تا نمیرد یا نرود خوابم نخواهد برد. میدانستم در انتظار تماس، دندانهای تیز و ناهموارش با انگشتان پایم در تاریکی بیدار خواهم ماند. این از خانه جدیدمان. جایی که از هر منفذ و شکافش یک موجود زنده بیرون میخزید. رفتم طبقه پایین و روی کاناپه دراز کشیدم. پدرم از باغ برگشت. گفتم من امشب اینجا میخوابم. سر تکان داد. رفت سراغ کتابخانه تا کتابی برای خواندن پیدا کند. به پهلو قلط زدم و فکر کردم اتمام پروژهش خطری جدید همراه خدا برده. ممکن است دوباره خود را مستعد علافی مرگ بار کند. حالا میخواست چه کار کند؟ خانه و هزار تو یک مدت سرش را گرم کرده بود و کمی دیگر هم سرش را گرم می کرد. ولی نه برای همیشه. همین روز هاست که به یک پروژه جدید نیاز پیدا کند و اگر کسی ترتیب پیش رونده پروژه هایش را در نظر می گرفت جعبه پیشنهادات، کتاب راهنمای تبهکاری، ساخت هزار تو متوجه میشد پروژه بعدی عظیم خواهد بود. چیزی که به شکل تن آمیزی سرش را تا آخر عمر گرم می کرد و احتمالا باعث مرگش می شد. بابا نشست روی صندلی و تظاهر به خواندن کرد دقیقا میدانستم چه کار می کند. داشت خوابیدنم را تماشا می کرد. این عادت چندشاورش که قبلا اذیتم می کرد حالا به شکل غریبی مایه آرامشم بود صدای ورق خوردن کاغذها در سکوت صدای نفسهایش و حضور سنگینی که تمام کنجهای اتاق را پر می کرد. تون تون ورق می زد. حالا نه تنها تظاهر به خواندن می کرد. تظاهر به سرسری خواندن می کرد. نگاهش مثل کیسه شن روی سرم سنگینی می کرد. خودم را روی کاناپه پیچ و تاب دادم و آهی کشیدم و بعد از مدت زمانی قابل پذیرش تظاهر به رویا دیدن کردم. فصل چهار فکر کنم آن مار پیچ بیرون بود که همه چیز درون را افونی کرده بود. وگرنه چرا بابا گوشه و کنار خانه تک کاغذ هایی میگذاشت که رویشان چیزهای نامفهوم نوشته بود چیزهایی مثل این اگر تخت اتاق قدیمی ترتیب را واقعی تقریب مرسوم یک زشت کنار نازک این پیام ها با ابتدایی ترین سیستم رمز شناسی کشف رمز می شدند. اولین حرف هر کلمه متن مفهوم واقعی پیام را بیان می کردند. مفهوم جمله بالا می شود اتاقت را تمیز کن. بعد از روش پس و پیش کردن استفاده کرد. حروف را به هم می ریخت و از نو می چید. تمفر یختر و دزیمر بردمگه. می شود؟ رفتم خرید. زود برمیگردم. بعد یک شب چند هفته بعد از تولد شانزده سالگیم این پیام را دیدم که به آینه دستشویی چسبیده. لزریس شش ایب اتاس رمزگشاییش طول کشید چون هم جای حروف را عوض کرده بود و هم جای کلمات را. بعد از چند دقیقه بررسی بالاخره رمزش را شکستم. ساعت شش بیا سیزلر سیزلر رستورانی بود که دوست داشت برای جشن گرفتن اتفاقات خوب برود آنجا. در واقع یک بار با هم به آنجا رفته بودیم پنج سال پیش بعد از اینکه چهل و شش دلار در لاتاری برد. با دوچرخه از هزار تو گذشتم تا به جاده رسیدم و بعد سوار اتوبوس شدم و رفتم هتل کارلوس. سیزلر طبقه آخر هتل بود. البته لازم نبود برای غذا خوردن در رستوران ساکن هتل باشی. البته می توانستی ولی حقیقتش وقتی غذایت را می خوردی و صورت حساب را پرداخت می کردی واقعا برایشان مهم نبود کجا می خوابی. وقتی رسیدم دیدمش که پشت میزی کنار پنجره نشسته. فکر کنم به این خاطر که بتوانیم در وقفه های ناگزیر گفتگویمان منظره شهر را تماشا کنیم. وقتی نشستم پرسید از مدرسه چه خبر؟ خبری نیست. امروز چیزی یاد گرفتی؟ همون چیزای همیشگی. مثلاً گفتم خودت میدونی و از اینکه دیدم نگاه هم نمی کند عصبی شدم گفت یه چیزی دارم که میخوام نشونت بدم پاکت نامه ای گذاشت روی میز و با انگشت رویش ضرب گرفت پاکت را که قبلا باز شده بود برداشتم و یادداشت داخلش را درآوردم. کاغذ سربرگ دبیرستانم را داشت. وقتی مشغول خواندنش بودم ادای گیت شدن درآوردم ولی فکر می کنم بیشتر حالت اعتراف از آن برداشت می شد. آقای دین محترم به اطلاع می رساند که پسر شما جسپر دین در حادثه مزاحمت برای یک نفر که در تاریخ دوازدهم آوریل پس از مدرسه در یک قطار رخ داده نقش داشته ما شواهد غیرقابل انکاری داریم که پسر شما با روپوش مدرسه بیدلیل مزاحم یک مرد شده به علاوه از طریق این نامه به اطلاع شما میرسانیم که پسر شما تصمیم به ترک تحصیل گرفته با تشکر آقای مایکل سیلور مدیر چرا نوشتن رو پوش مدرسه تنت بوده؟ چه اهمیتی داره؟ نمیدونم همین جوری اندیگه اما من بر نمی گردم مدرسه چرا؟ با همه خدافزی کردم واقعا کسی رو اذیت کردی؟ راست میگن؟ خودت باید اونجا می بودی. از خودت دفاع کردی؟ پیچیده تر از این حرف ببین بابا هرچی که لازمه خودم میتونم یاد بگیرم. میتونم کتاب بخونم. اون احمقا میخوان یکی کتاباشون رو ورق بزنه. من اهلش نیستم. میخوای چی کار کنی؟ بالاخره یه فکری می کنم. چطور می توانستم به او بگویم چیزی را میخواستم که زمانی خودش خواسته بود؟ اینکه با قطار سفر کنم و عاشق دختران سیاه چشم و لب قلوه ای شوم. برای مهم نبود حتی اگر در پایان چیزی جز پاهایی خسته نصیبم نمیشد. تقصیر من نبود که دنیا دیگر به زندگی مسافر پیاده و سرگردان علاقه ای نداشت. پس اگر با باد رفتن و تقاضای نان و سرپناه کردن روی کپه های کاه خوابیدن و نرد عشق باختن با دختران پابرهنه روستایی و فرار قبل از فصل درو قابل قبول نبود چه باید می کردم؟ این زندگی بود که می خواستم. اینکه چون برگی پر اشتها سوار باد شوم ولی بدبختانه پدرم خوشش نمیآمد تنها فرزندش در فضا و زمان بی هدف شناور باشد. تکیه داد به پشتی صندلیاش و گفت باید مدرسه رو تموم کنی. تو خودت هم مدرسه رو تموم نکردی. میدونم. اما تو که نمیخوای دنبال روی من باشی. میخوای؟ من دنبال روی تو نیستم. تو حق ترک تحصیل رو که نخریدی میخوای چی کار کنی؟ میخوام بزنم به جاده ببینم چی پیش میاد. بهت میگم چی پیش میاد. خشم جاده. خب خطر میکنم. ببین جسبر. این راه آخرش ختم میشه به غذای یخزده و لباسای نشسته. من ترک تحصیل کردم. بی هدف دور زمین ول گشتم. هیچ انتخابی جز تبعید از جامعه برای خودم باقی نذاشتم. به یه دلیل میخوام دوباره برگردونمت به مدرسه. اینکه بتونی هر دو دنیا رو ببینی. دنیای ما و دنیای اونا الان لازم نیست جوری بذاری و بری انگار داری از صحنه جرم فرار میکنی بمون تموم کن بعد هر کار دلت خواست بکن میخوای بری دانشگاه میخوای یه شغل پیدا کنی و سر و سامون بگیری میخوای به کشور جالب ترین دیکتاتورها سفر کنی میخوای تو فصل بارونهای موسمی تو رودخونه یک کشور غریبه غرق بشی؟ هرچی. فقط انتخابهات رو محدود نکن. فعلا توی سیستم باقی بمون. باشه؟ اما تو نموندی. چند بار ازت شنیده باشم گور پدر سیستم خوبه؟ حالا هم میخوام به توصیه تو عمل کنم. گور باباشو بکنم. بیچاره ما فرزندان یاقی ها. درست مثل شما حق داریم تا علیه راه و روش پدرمان تقیان کنیم. قلب ما هم پر است از انفجار یاقیگری ها و انقلاب ها. ولی چطور می شود علیه تقیان قیام کرد؟ این کار به معنای بازگشت به همرنگی با اجتماع نیست؟ جالب نیست. اگر چنین کاری کنم یک روز پسر خودم علیه من تقیان می کند و تبدیل به پدرم می شود. بابا جوری به طرفم خم شد انگار میخواست به جنایتی که باعث افتخارش بود اعتراف کند ابروهایش به شکل ناخوشایندی از تقارن خارج شدند و گفت اگه میخوای بزنی به جاده بزار یه هشداری بهت بدم اسمشو بزار هشدار جاده نمیدونم چه جوری بهت بگم بابا ماسک متفکرش را زد، نفسهایش کوتاه شد، برگشت و به زوجی که پشت سرمان نشسته بودند گفت آرام حرف بزنند و بعد ناگهان هوشدارش را شروع کرد. مردم همیشه شکایت می کنند که چرا کفش ندارند. تا اینکه یه روز آدمی رو میبینن که پا نداره. بعد قر میزنن که چرا ویلچر اتوماتیک ندارن. چرا؟ چی باعث میشه که به طور ناخداگاه خودشونو از یه سیستم ملالاور به یکی دیگه پرت کنن؟ چرا اراده فقط معطوف به جزئیات و نه به کلیات چرا به جای کجا باید کار کنم نمیگیم چرا باید کار کنم چرا به جای چرا باید تشکیل خانواده بدم میگیم کی باید تشکیل خانواده بدم چرا ناگهان تغییر کشور نمیدیم چرا همه فرانسویا نمیرن اتیوپی بعد اتیوپیایی ها برن انگلستان و همه انگلیسیا ها برن کارایی تا بالاخره زمین رو به همون شکلی که باید با هم قسمت کنیم و از شر وفاداری شرماور و خودخواهانه و صفاکانه و متعصبانه نسبت به خاک خلاص بشیم چرا اراده حروم موجودی میشه که انتخاب های بیشماری داره ولی تظاهر به داشتن فقط یک یا دو انتخاب میکنه گوش کن آدما شبیه زانوی میمونن که یه چکش کوچولوی لاستیکی بهشون میخوره نیچه یه چکش بود شوپنهاور یه چکش بود داروین یک چکش بود من نمیخوام چکش باشم چون میدونم زانو چه واکنشی نشون میده دونستنش هم ملال این رو میدونم چون میدونم که مردم اعتقاد دارند مردم به اعتقاداتشون افتخار میکنن این غرور لوشون میده این غرور غرور مالکیته من شهود داشتم و متوجه شدم تمام بینش ها چیزی جز سر و صدا نیستن من تصویر دیدم صدا شنیدم بو حس کردم ولی نادیدشون گرفتم همونطور که از این به بعدم نادیدشون میگیرم من این راز و رمزا رو نادیده میگیرم چون دیدمشون من بیشتر از خیلی آدما دیدم ولی اونها باور دارن و من نه اون وقت چرا من باور ندارم به خاطر اینکه من میتونم فرایند موجود رو ببینم این اتفاق زمانی میفته که مردم مرگ رو میبینن یعنی همیشه اونها مرگ رو میبینن ولی فکر میکنن روشنایی دیدن این برای من هم اتفاق میافته. وقتی ته دلم حس میکنم دنیا معنایی داره میدونم که این معنا در حقیقت مرگ ولی چون دوست ندارم مرگ رو توی روز روشن ببینم ذهنم توطعه میکنه و میگه گوش کن نگران نباش تو موجود ویژه‌ای هستی تو معنا داری دنیا معنا داره حسش نمی کنی؟ ولی من هنوز مرگ رو میبینم و حس می کنم. باز ذهنم میگه به مرگ فکر نکن. لالا لالا لا. تو همیشه زیبا و ویژه باقی میمونی و هیچ وقت نمیمیری. هیچ وقت. هیچ وقت. مگه راجع به روح جاودانه نشنیدی؟ خب تو یه خوبش رو داری. و من میگم شاید. ذهنم میگه به این طلوع لعنتی نگاه کن. به این کوههای لعنتی نگاه کن به این درختای لامصب نگاه کن از کجا میتونی اومده باشی جز دست های خدا که تو رو تا ابد توی آغوشش تکون میده و من کم کم شروع میکنم ایمان آوردن به حوزچه های متعالی همه همین همینجوری همین جوری شروع میشه ولی شک دارم ذهنم میگه نگران نباش تو نمیمیری دست کم تا مدت ها نمیمیری جوهر تو نابود نمیشه این چیزها حیف از بین برن یه بار تمام دنیا رو از تختم دیدم ولی ردش کرد یه بار دیگه آتیشی دیدم که از داخلش یکی به من گفت تو بخشوده میشی. اون رو هم رد کردم. چون میدونم تمام صداها از درون میان. انرژی اتمی وقت تلف کردنه. باید نیروی ناخداگاه و وقتی داره مرگ رو انکار میکنه تحت کنترل در بیارن طی این فرایند آتشینه که اعتقاد به وجود میاد و اگه آتیش به اندازه کافی داغ باشه یقین هم تولید میشه این به اصطلاح اهل معنویت ها که سنت غربی مصرف قاتل روح رو نقد میکنن و میگن آسایش در مرگه فکر میکنن این حرفشون فقط درباره دارایی های مادی مستاق داره ولی اگه آسایش در مرگ باشه پس باید راجب مادر تمام آسایش ها هم مستاق داشته باشه یعنی یقین باور راحت تر از کاناپه چرمی یه جکوزی اختصاصی که مسلما سریعتر از دربازکن کنه برقی پارکینگ روح فعال رو خفه می ولی در برابر طعمه یقین سخت میشه مقاومت کرد. برای همین باید مثل من یک چشمت به کل فرایند باشه. با اینکه تمام تصاویر جهان رو دیدم و صداهای زمزمهوار رو شنیدم میتونم تمامشون رو انکار کنم. و در مقابل وسوسه احساس خاص بودن و اعتماد به جاودانگی از خودم مقاومت نشون بدم چون میدونم تموم اینا کار مرگ میبینی مرگ و انسان پرکارترین ترین نویسندگان روی زمین هستند. خروجیشون حیرت آوره. ناخداگاه انسان و مرگ گریز ناپذیر به همراهی هم بودا و امثالش رو نوشتن. تازه اینا فقط شخصیت ها هستن. دیگه چی؟ شاید همه چی این همکاری موفق همه چیز رو در این دنیا خلق کرده به جز خود دنیا هر چیز موجود به جز چیزهایی که از اول همینجا بودن و ما پیداشون کردیم میفهمی چی میگم؟ فرایند رو متوجه میشی بکر بخون رنگ بخون فرون بخون همشون همینو میگن انسانها چنان خداگاه پیشرفته ای پیدا کردند که باعث شده از تمام حیوانات دیگه متمایز بشن ولی این خداگاه یک فراورده جنبی هم داشته ما تنها موجودی هستیم که به فانی بودنمون آگاهی داریم این حقیقت به قدری ترسناکه که آدمها از همون سالهای ابتدایی زندگی اون رو توی اعماق ناخودآگاهشون دفن میکنن و همین ما رو به ماشین های پر زور تبدیل کرده کارخونه های گوشتی تولید معنا معناهایی رو که به وجود میارن تزریق میکنن به پروژه های نامی را شدنش مثلا بچه هاشون یا آثار هنریشون یا کسب و کارشون یا کشورشون چیزهایی که باور دارن از خودشون بیشتر عمر میکنن و مشکل اینجاست مردم حس میکنن برای زندگی به این باورها احتیاج دارند، ولی به طور ناخودآگاه بابت همین باورها متمایل به نابود کردن خودشون هستند. برای همینه که آدمی خودش رو برای هدفی دینی قربانی میکنه اون برای خدا نیست که میمیره. به خاطر ترس کوهن ناخداگاهه. بنابراین همین ترس که باعث میشه به خاطر همون چیزی که ازش وحشت داره بمیره. میبینی؟ تنز پروژه های ابدی اینه. با اینکه ناخداگاه به این قصد طراحیشون کرده که آدم رو گول بزنن تا فکر کنه خاصه و هرگز نمیمیره ولی هر و جوش خوردن بابت همین پروژه هاست که باعث مرگ انسان میشه اینجاست که باید حواست جمع باشه هشدار من به تو همینه هشدار جاده انکار مرگ باعث مرگ زود رس میشه و اگه حواست جمع نباشه تو هم سرنوشتی جزی نداری بعد بی حرکت نشست چهره توفانیش امواج پایان ناپذیر استراب را به سمتم روانه کرد. معلوم بود منتظر نظر مثبت و فرمان بردارانه من است. ساکت ماندم. گاهی اوقات هیچ چیز به اندازه سکوت نیشدار نیست. خب نظرت چیه؟ اصلا نفهمیدم چی گفتی. صدای نفس کشیدنش بلند شد. انگار در حالی که من روی کولش نشسته بودم ماراتون دویده بود. راستش سخنرانیش چنان تأثیر عمیقی بر ذهنم گذاشته بود که شاید الان هم یک جراح بتواند ردش را روی مغزم پیدا کند نه فقط به این خاطر که دانه ای در ذهنم کاشت و باعث شد به تمام احساسات و ایده هایم که به نظرم معنوی می آمدند شک کنم بیشتر به این خاطر که هیچ چیز دردناکتر و عذاباورتر از تماشای فیلسوفی نیست که به واسطه تفکراتش به گوشهی رانده شده و آن شب بود که برای اولین بار آن گوشه وحشتناک را دیدم بمبست افسردهش را جایی که خود را در برابر تمام پیشامدهای عرفانی و مذهبی زندگیش واکسینه کرده بود آن شب بود که متوجه شدم او نه تنها شکاکی است که به حس ششم اعتقاد ندارد یک عبر شکاک است کسی که به پنج حس دیگر هم نه اعتماد دارد نه اعتقاد ناگهان دستمالش را پرت کرد توی صورتم و قرید میدونی چیه؟ من دست از تو میشورم گفتم صابون یادت نره من چیز غیر عادی نمی بینم. یک پدر و پسر. دو نسل متفاوت که جدا از هم رشد کرده بودیم. به دوران کودکیم فکر می کنم و یادم می آید کولم می کرد و می برد مدرسه حتی تا خود کلاس. بعد همانطور که من هنوز روی کولش نشسته بودم از بچه های هاج و واج می پرسید، کسی پسر منو ندیده؟ مقایسه آن دوران با این دوران آدم را افسرده می کند. کارسون آمد و پرسید چیز دیگه ای میل دارین؟ بابا با چشمانش او را خنجر زد. گارسون راهش را کشید و رفت. بابا گفت بریم. بریم. کتهای من را از پشت صندلی برداشتیم. جماعتی از چشمان جن زده ما را تا در بدرقه کردند. بیرون هوا سرد بود. چشمها در رستوران باقی ماندند آنجا گرمتر بود. میدانستم چرا دل است. با وجود بی توجهی های معمولش به شکل متناقض نمایی همیشه سعی کرده بود مرا به قالب درآورد. این اولین شبی بود که متوجه شد من هیچ علاقی به قالبش ندارم. دید داخلش توف کردم و بهش برخورد. تحصیلات اولین نبرد بزرگ رابطه ما بود. دوئل ادامه دارمان. برای همین همیشه تردید داشت که نظام آموزشی را به آتش بکشد یا مرا به دستانش بسپارد. با ترک تحصیل تصمیمی گرفته بودم که خودش نتوانسته بود بگیرد برای همین برایم هم سخنرانی کرد بعد از آن همه خطابه متناقض و بی سر و تهی که سالیان سال مرا باهاشان بمباران کرده بود خطابه هایی که موضوعشان از خلقت بود تا سس گوشت از برزخ تا گوشواره بالاخره به من اجازه داد ایده مرکزیش را که زندگیش بر اساس آن بنا شده بود بشنوم چیزی که هیچ یک از ما آن موقع نمیدانستیم این بود که در آستانه یک سری فجایع باور نکردنی بودیم که ردشان را میشد تا اتفاقاتی کوچک دنبال کرد میگویند میشود پایان را از آغاز پیش بینی کرد خب آغاز این پایان ترک تحصیل من بود